درود بر شما همراهان گرامی و همکارانی که در جلسه حاضر هستید و عزیزانی که ما را از طریق لایو یوتیوب بشریت مشاهده میکنند. در خدمت شما هستیم با جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 8 آپریل 2023 برابر با 19 فروردین 1402. من به ترتیب سخنرانان عزیز رو و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم. سرکار خانم فیروزه ده بزرگی با کنوانسیون من خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی سخنرانیشون رو ایراد می کنن. خانم طاهره خطی ریزآبادی با موضوع روز بین المللی قربانیان نسل کشی سخنرانیشون رو ایراد می کنند و همچنین خانم آیلار اسماعیلی با بررسی وضعیت زنان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی. در پایان هر بخش شنوای نظرات و صحبت های شما عزیزان هستیم و همچنین در بخش پایانی با بحث آزاد و با موضوعیت حق امنیت اجتماعی در خدمت شما هستیم. من بدون فوت وقت درخواست میکنم از بانو فیروزه ده بزرگی عزیز که سخنرانی خودشون رو با موضوع کنوانسیون منع خشونت علیه زنان آغاز کنم. خانم ده بزرگی، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و همینطور از سایر عزیزان و دوستانی که امروز در جلسه ما رو همراهی میکنن. امروز در مورد کنوانسیون منع خشونت علیه زنان یه سری اطلاعاتی رو خدمتون عرض میکنم که بدونیم، بشناسیم اصلا این کنوانسیون چی هست، چی گفته و به چه دلیل شکل گرفته. بعدش میپردازیم به مقایسه اون با وضعیت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران و اون قانون اساسی که توی 40 و چند سال در به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران به واسطه همین حقوق زنان تصویب شده و اجرا میشه. در اصل کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در دسامبر سال 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و خب به طی یک سری به اصطلاح بررسی هایی نهایتاً در سپتامبر 1981 قدرت اجرایی پیدا میکنه و تشکیل از 30 ماده میشه و تمامی موضوعات این کنوانسیون تمام قوانینی رو در بر میگیره که 100% و نهایتاً بر اصل برابری انسان ها و به خصوص رفع تبعیض علیه زنان هست در هر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی و حتی سیاسی و مواردی از این قبیل که در ابعاد به اصطلاح زندگی یک انسان میتونه موجود باشه. من یک کمی برمیگردم به عقب‌تر که به چه دلیل کنوانسیون شکل میگیره. در اصل وقتی که بررسی میکنیم یک نهاد دیگه، یک سازمان بین المللی دیگه به نام کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به اصطلاح شکل گرفته که این قدیمی ترین و اولین به اصطلاح سازمان بین المللی بوده که در سازمان ملل متحد برای همون رفع تبعیض خشونت علیه زنان یا برابری حقوق زنان به عنوان کمیسیون مقام زن به اصطلاح شکل میگیره که این نهاد از 45 کشور عضو تشکیل میشه و بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی از به اصطلاح آفریقا که 13 عضو داره، آسیا 11 عضو داره، آمریکای لاتین و کارائیب 9 عضو دارن، اروپای شرقی 4 عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها 8 عضو دارن که به مدت به اصطلاح دوره 1-4 ساله
انتخاب میشن و بر اساس یک سری رای گیری های مجددن این اعضا به اصطلاح جابجا میشن. خب در اصل بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، به خاطر اون وضع اسفباری که متاسفانه همیشه کودکان و زنان قربانی تبعیض ها، قربانی جنگ ها، قربانی خشونت ها هستند، به خاطر اون طبیعتی که کودکان و زنان دارن و موجودیتی شاید شکننده تر از مردان دارن، خب بعد از جنگ جهانی دوم به اصطلاح اون مسئولین بین المللی میبینن که چقدر به زنان حتی در جنگ جهانی تجاوز میشه، تجاوز جنسی میشه، چقدر مورد خشونت قرار گرفته بودن و چه وضعیتی داشتن، میان به اصطلاح یک انجمنها یا یک نهادهایی رو به صورت گروه های کوچیکی تشکیل میدن که نهایتاً یک سال بعدش، یعنی سال 1947، منجر میشه به تشکیل کمیسیون مقام زن، که این کمیسیون به اصطلاح اولین جلسه خودش رو در فوریه همون سال 1947 با حضور 15 اعضای زن در نیویورک یک جلسه رو تشکیل میدن و در اصل این اولین نهادی بوده یا اولین جلسه بوده که بیشترین به اصطلاح نمایندگان اون رو زنان تشکیل میدادن و از جمله کشورهایی که عضو این کمیسیون میشن از همون سالها ایران بوده. که خب حالا من اینجا یه اشاره میکنم که دقیقاً با توجه به این حوادث اخیری که 6 ماه پیش تقریبا 7 ماه پیش تقریبا تا به الان توی ایران رخ داده و به دلیل خشونت‌ها و تبعیض‌های فاحشی که توی بین‌الملل دیده شد توسط جمهوری اسلامی نسبت به زنان، رسماً اومدن خب به اصطلاح عضویت ایران رو از کمیسیون مقام زن خارج کردن، که خب همیشه خانم معصومه ابتکار و خانم ملاوردی و سایر نمایندگان به اصطلاح زنان ایران حضور داشتن و به نیویورک آمریکا به این بهانه فقط در رفت آمد بودن، ولی عملا اونجایی که من تحقیق کردم، چه سایت های انگلیسی زبان چه سایت های فارسی زبان، خودشون هم گفتن، خود مسئولین جمهوری اسلامی، که نه عضویتشون و نه اخراجشون از کمیسیون مقام زن، یعنی از این سازمان بین المللی، هیچ تأثیر برای اونها نداره، چون ایران خودش خود مختار راجع به حقوق زنان در داخل کشور برنامه ریزی میکنه، قانون وضع میکنه و اجرا میکنه. بنابراین فقط یک سری بودجه و یک سری رفت آمدهای شاید اسراف آوری بوده یا بیهوده و بیدلیلی بوده که این نمایندگان به اصطلاح زنان ایران به اصطلاح نیویورک رفت آمد میکردن، ولی عملا هیچ کاربردی، هیچ راهبردی، هیچ به اصطلاح عملی برای زنان ایران انجام نمی شده و هیچ استفاده از این به اصطلاح نهادهای بین المللی برای نفع زنان ایران به خصوص برده نمی شده. و کمیسیون مقام زن به اصطلاح همینطور فعالیتش رو ادامه میده تا به اکنون، از یعنی سال 1947 که تأسیس میشه. خب در طی این سالها باز یک سری اصلاحاتی انجام میشه، یک سری تغییراتی انجام میشه و یک سری قوانین و به اصطلاح اون مفاد قانونهای خودشون رو تغییر میدن و اون کمی و کاستیاشون رو سعی میکنن به دوره تاریخی بر اساس اون نیازهای زنان که هدفشون رفع تبعیض بوده و رفع خشونت بوده این رو پیش میبرن. تا سال 1981 به اصطلاح که میخوام به اینجا برسم که در سال 1981 دقیقاً یک سری قوانینی رو به خصوص برای زنان در بخش خانواده، در بخش تنظیم خانواده، در بخش حقوق زنان که به دلیل اون زن بودنشون و بارور بودنشون به هیچ عنوان نباید حتی به دلیل این خصوصیت بیولوژیک بدنشون باعث بشه که به خشونت کشیده بشن یا تبعیض به اصطلاح حقوقی براشون انجام بشه.
بنابراین در سال 1981 یک سری قوانین اصولی تر و کامل تری رو این کنوانسیون به اصطلاح کمیسیون میاد شکل میده که دقیقا در همون سال کنوانسیون های به اصطلاح منع خشونت علیه زنان به طور کامل تر، جامع تر و مستقل تر شکل میگیره. و باز اینجا باید اشاره بکنم که در اصل به دلیل تلاش ها و فعالیت های مداوم و پشتکارانه نمایندگان و مسئولین زنان در اون سالها، اون موقع هنوز هیچ به اصطلاح طرح و نقشه برای اعلامیه ماده حقوق بشری وجود نداشته و کم کم خب بعد از جنگ جهانی دوم به اصطلاح این قوانین شکل میگیره و بر اساس نیازهای تاریخی در نهادهای بین المللی دستبندی میشه که خب حالا اون به اصطلاح کم و کاستی ها و خشونت هایی که علیه انسان ها در قبل شکل میگرفته رو اینا بیان با تشکیل نهادها و بیان با وضع قوانین به اصطلاح حقوق بشری پر کنن و این رو اصلاح کنن و پیش ببرن. در اصل میتونم به جرات بگم که یکی از دلایل مهم همون به اصطلاح کنوانسیون رفع به اصطلاح تبعیض علیه زنان و همینطور ایجاد اون اعلام ماده حقوق بشری که 30 ماده هست، در اصل منشأش همین کمیسیون مقام زن بوده که براش خیلی تلاش میکنن و حتی تا جایی که وقتی اعلامیه ماده حقوق بشر نوشته میشه و در سال همون 1948 در پاریس ثبت میشه، در اصل اونم یک سری تبعیض‌هایی توی مواد حقوقی و قانونیش بوده که همین زنان و مسئولین زن، نمایندگان زن میان اونها رو اصلاح میکنن تا توی اون هم بتونن از به اصطلاح رفع تبعیض جنسیتی به خصوص برای زنان از بین بره و اعمال کنن، به طوری که مثلا در بعضی از جمله هاشون کلمه زن و مرد نوشته شده بوده که به طور مثال اونها میان همین کلمه زن و مرد رو برطرف میکنن، تغییر میدن، تبدیل میکنن به نام انسان، که در اصل با ادبیات اون کلام و قوانینی که باید در همون مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته بشه و اجرا بشه و مورد به اصطلاح دستورالعمل کل دنیا قرار بگیره، سعی میکنن که تمام نکته های ظریف و ریز تبعیض جنسیتی در اونها توسط همین به اصطلاح کمیسیون مقام زن از بین بره. این یک به اصطلاح میخواستم یک مقدمه بگم که در اصل کنوانسیون منع خشونت علیه زنان از کجا شکل میگیره و به اصطلاح اون بکراندش، اون پشتوانش از کجا اومده. اینجا حالا خب 30 تا ماده داره که ما اگر بخوایم مفصل همه این مواد به اصطلاح حقوقیش رو یا قانونیش رو بیان بکنیم خیلی از وقت و حوصله جلسه قطعا خارج هست، ولی من حدود 10 تاش رو از شماره 1 تا 10ش رو به طور مختصر خدمتون عرض میکنم و اونها رو مقایسه میکنیم دقیقا با همون قوانین و به اصطلاح ماده هایی که در حال حاضر توسط جمهوری اسلامی ایران متناقضش داره انجام میشه. ماده اولش خب در مورد مفهوم کنوانسیون به اصطلاح رفع هر تبعیض جنسیتی هست که خیلی اصرار داره و خیلی تاکید داره که اون کشورهای عضو بایستی خیلی عادلانه و منصفانه مفهوم کنوانسیون رو بدونن و متعهد به اجراش باشن. ماده دومش همینطور که خدمتون گفتم در مورد این که این عضو به اصطلاح دولت‌های عضو اعضا متعهد میشن که یک سری قوانین هایی رو در قانون داخلی کشورشون بگنجونن که دقیقا همین رفع تبعیض بشه و علاوه بر اون در مقابلش یک سری قوانین رو هم بگنجونن برای به اصطلاح مجازات های مناسبی باشه که اگر موردی یا شخص یا فردی یا همون در بخش اون جامعه تبعیضی قرار بگیره بشه که با اون مجازات ها
یه حالت پیشگیرانه ای باشه برای به وجود اومدن اون تبعیضات جنسیتی. ماده سومش تاکید بر این داره که همون کشورهای عضو پیشرفت و توسعه وضعیت زنان رو بیشتر مد نظر داشته باشن و همینطور آزادی های لازم رو اون زنان جامعه داشته باشن نسبت به مردان، برابر باشه اون فرصت ها و آزادی هاشون. و ماده چهارم اتخاذ به اصطلاح اقدامات موقت هست که در بعضی جوامع ممکنه تبعیضاتی به وجود بیاد که اون دولت ها یا اون جامعه هایی که عضو هستن میبایستی به سرعت بتونن اقدامات موقتی رو برای سرعت بخشیدن به رفع به اصطلاح تبعیض جنسیتی در اون جامعه انجام بدن. ماده پنجمش به اصطلاح اومده در مورد اصلاح رفتاری اجتماعی و تقسیم مساوی مسئولیت مردان و زنان در خانواده رو بیان کرده که به خصوص برای تربیت کودکان و اطمینان از آموزش و پرورش مناسب در یک خانواده باید به طور عادلانه و به طور برابر بین به اصطلاح زن و مرد تقسیم بشه این مسئولیت ها. و ماده ششمش جلوگیری از ارائه اشکال مختلف معامله برای زنان به اصطلاح زنان و همینطور زنان روسپی که خب در بعضی جوامع هنوز اصلا روسپیگری قانون هست، یعنی نه تنها جرمی حتی قانون هست و به عنوان اینکه زنان میتونن از راه جنسی به اصطلاح درآمد کسب کنن، چه بسا که کشورهای توسعه یافته، حتی من کشورهای دیگر رو دقیق نمیدونم ولی راجع به کشوری که توش هستم سوئیس دارم زندگی میکنم، اینو اطمینان دارم که حتی زنانی که کارگر جنسی هستن و روسپیگر هستن از حق و حقوق قانونی برخوردار هستن که در اصل این همین رفع تبعیض خشونت علیه زنان میشه و این کاملا آزاد هست و قانونی هست و از همین حقوق به اصطلاح آزادی زنان در همین جامعه برخوردارن. ماده هفتم در مورد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان به اصطلاح میاد بحث میکنه که مثل حق رأی و اینکه خب زنان میتونن، یعنی باید از به اصطلاح پست‌های حکومتی در تمام سطوح برخوردار باشن و بتونن عضویت و به اصطلاح تشکیل انجمنها رو و سازمانهای غیر حکومتی رو که حتی مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی هست رو این زنان داشته باشن و ازش برخوردار باشن. ماده هشتمش شرکت و دخالت در سطح بین الملل هست که زنان باید این فرصت رو داشته باشن و بتونن آزادانه در تمام سازمانها و نهادهای بین المللی فعالیت کنن، عضو بشن و همینطور اعلام به اصطلاح نظر کنن. ماده نهمش در مورد ازدواج زنان و مردان خارجی میگه که هر کدومشون میبایستی از حقوق مساوی برخوردار باشن در داشتن تابعیت کشور مقابل همسرشون و همینطور در مورد کودکانشون و تغییر و به اصطلاح اعطا و یا حتی فصل اون تابعیت که برای زنان و مردانی که با همسران خارجی ازدواج میکنن باید برابر باشه. و ماده دهمش باز در مورد شرایط مساوی زنان و مردان برای داشتن امکانات تحصیلی و حرفه‌ای، شغل و آموزش و همینطور محیط هایی به اصطلاح برابر و با کیفیت های یکسان داشته باشن، همینطور در روستاها و در شهرها هیچ فرق نمی کنه که از هر منطقه به اصطلاح یک دولت یا حکومت یا اون جامعه می بایستی که در تمام نقاط مختلف اون به اصطلاح مناطق جغرافیایی اون کشور عضو و با توجه به جنسیت‌های مختلف مردم یا شهروندان و ساکنین اون منطقه میبایستی تمام به طور یکسان از شرایط به اصطلاح یکسان تحصیلی و شغل و حتی از پیش دبستان تا آموزش‌های عالی و دانشگاهی برخوردار باشند و همینطور از مزایاها و بورسیه‌ها و حتی امکاناتی که برای
همه قشرها، همه به اصطلاح شهروندان در تمام نقاط بایستی به طور یکسان برخوردار باشند و حتی اشاره میکنه که بایستی از آموزش های تربیتی یکسان برای تنظیم خانواده و همینطور سلامت و تندرستی خانواده تمام زنان، مردان و هر شهروندی از هر جنسیتی که باشه در یک به اصطلاح جامعه به طور یکسان از اون امکانات و ابزارها برخوردار باشند. من این 10 تا ماده رو الان خدمتتون عرض کردم، 20 تا دیگهش میمونه که شاید اگر که فرصت پیش بیاد در جلسات بعدی به اونها میپردازیم. حالا میام یه مختصری میگم در مورد اون به اصطلاح تناقضاتی که این به اصطلاح یکسان و برابری حقوق زنان با مردان و دیگر جنسیت ها در کنوانسیون منع خشونت علیه زنان من خدمتون ارائه کردم، یک اشاره می کنیم به قوانین جمهوری اسلامی. البته پیشا پیش عرض می کنم که کشورهای ایران، سومالی، سودان، ایالات متحده، پالاو و تونگا ملحق به این به اصطلاح کنوانسیون نیستن و از حدود سالهای 2010 تا 2015 کشورهای فلسطین، ناورو، قطر و حتی سودان جنوبی که عضو نبودن به اصطلاح به پیمان و عضویت این کنوانسیون ملحق شدن. خب همطور که خدمتون گفتم وقتی که در سال 1981 این کنوانسیون به صورت یک مقدمه و 30 ماده تصویب شد و خب در کنار اون به اصطلاح اعلامیه ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفت، به اصطلاح یونسکوی 2030 شکل گرفت و خب قبلش اون به اصطلاح کمیسیون مقام زن بوده که اولین و شاید قدیمی ترین نهادی بوده که برای زنان شکل میگیره. خب کما بیش ما خبراشو یا توی همین رسانه شنیدیم و گفتیم یا که خب توی سایر رسانه ها مطلع شدیم که متاسفانه بعد از انقلاب سال 1357 و با ورود روح الله خمینی به ایران و کاملا قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس همون شریعت اسلام نوشته شد، اجرا شد و به تدریج تا به الان که نزدیک به 44 سال میگذره از اون زمان بسیاری از قوانین اساسی جمهوری اسلامی از نظر خود همون روحانیون یا از نظر خود مسئولین حکومتی ایران بیشتر از شریعت و اسلام اصلاح شد، تغییر پیدا کرد و نه تنها اینکه به نفع حقوق برابری جنسیتی متاسفانه قدم بر نداشت و بیشتر و بیشتر اون تبعیض‌های نژادی، تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های قومی، تبعیض‌های دینی، تبعیض‌های انسانی در تمام مراحل زندگی یک انسان رو تو این سال‌ها شاهد بودیم تا به امروز از طرف جمهوری اسلامی. من تیتروار یک چند تا عنوان هست که تمام به اصطلاح قوانین جمهوری اسلامی که مغایرت داره یا تناقض داره با تمام سازمان‌های بین‌المللی که همشون تأکیدشون و اصول و اساس به اصطلاح اولیه و بنیانشون برای رفع تبعیض جنسیتی به خصوص زنان هست، اینها رو خدمتون تیتروار ذکر می‌کنم. یکی در مورد ارث هست. خب قطعا در قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق قانون 12 زنان نصف مردان از ارث برخوردار میشن. یکی دیه هست. زنان نصف مردان دیه میگیرن و چه بسا در بعضی از موارد اشاره به این شده که بر اساس همون قوانین اسلامی زنان برابر نصف بیضه مردان به اصطلاح دیه بهشون تعلق میگیره. در مورد حق طلاق هست که حق طلاق مطلقاً با مردان هست. حق مسافرت زنان هست که بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان به اصطلاح سرپرستان مذکر زنان هیچ حقی و اجازه خروج از کشور رو ندارن و حتی در تبصره‌ها و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که عنوان شده که بعضی از قسمت‌ها حتی
خروج از خانه هم جز همین قانون حساب میشه، یعنی زنان بدون اجازه همسرانشون یا سرپرستان مذکرشون اجازه خروج از خانه خودشون رو هم ندارن. شهادت و گواهی دادن زنان هست که در دادگاه های به اصطلاح رسمی و در محکمه های رسمی، قطعا زنان نصف مردان ارزش و اعتبار دارن و همینطور زنان نمیتونن قاضی باشن که در اونجا اشاره کردم. خب قطعا زنان بایستی در به اصطلاح بخش های سیاسی، اجتماعی، حتی سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق کنوانسیون من خشونت علیه زنان، زنان بایستی مشارکت داشته باشن و این حق و حقوق برابری بهشون داده بشه، در حالی که زنان نمیتونن در قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق ماده 24 قاضی بشن. البته در حال حاضر به ظاهر زنانی در دادگاه ها به عنوان قاضی گماشته شدن، اما فقط واقعا هیچ عملی صورت نمیگیره و قطعا اگر اونا هم یک رأی رو تایید بکنن یا تصمیم بگیرن، نهایتا باید مورد تایید و به اصطلاح تصمیم یک قاضی مرد صورت بگیره. حضانت کودکان هست که با مردان یا ولی مرد به اصطلاح بایستی انجام بشه، البته خب به بهانه اینکه مرد قدرت مالی بیشتری داره و زنان قدرت مالی ندارن، میاد به اصطلاح قانونگذار حضانت کودکان رو در جامعه اسلامی ایران به مردان و به اصطلاح ولی مرد اون کودک میده، که اینجا هم باز جای خیلی بحثی داره که وقتی یک زنی استقلال مالی نداره به دلایل همون به اصطلاح جنس دوم شمرده شدن توسط اون حکومت و اون جامعه مردسالارانه، وقتی که یک زن از اون حقوق برابر برخوردار نیست، حقوق برابر تحصیلی، شغلی، اجتماعی، درآمدی، مالی و و و که هممون میدونیم، در نهایت اینجا به این مشکل هم برمیخوره که حضانت کودک به اصطلاح به مادر داده نمیشه. زنان اقلیت، خب هنوز زنانی هستن در ایران که از نظر مذهبی مسیحی هستن، ایزدی هستن و حتی به خصوص زنانی که ازدواج میکنن با مردان خارجی، و چه بسا شاید از اطرافمون بشناسیم زنانی که با مردان افغانستانی ازدواج کردن یا افغانی ازدواج کردن، که متاسفانه طبق به همون مطالبی که قبلا ارائه دادم خدمتون، متاسفانه هیچ حق و حقوقی در جامعه اسلامی برابر ندارن. در مورد ازدواج هست که مردان قانونن از نظر جمهوری اسلامی میتونن 4 زن بگیرن، در حالی که همچین چیزی برای زنان میسر نیست. و ازدواج موقت هست که البته بیشتر اون مسلمان هایی که شیعه هستن و خب به اصطلاح حکومت حاکم بر ایران اغلب شیعه هستن، ازدواج موقت رو به رسمیت میشناسن، ولی بین سنی مذهب ها همچین اعتقادی نیست. زنانی که با خارجی ها ازدواج میکنن تابعیت خود رو از دست میدن و همینطور افرادی که دین اسلام رو ترک میکنن، اگر مرد باشه بلافاصله محکوم به اعدام میشه و اگر زن باشه که دین اسلام رو ترک بکنه اونقدر در زندان میمونه. از نظر قوانین جمهوری اسلامی که به اصطلاح اونا اعتقاد دارن که زنان به دلایل سست بودن تصمیم گیریشون که ممکنه برگردن و توبه کنن و زنان رو مورد بازداشت، حبس و همینطور روزانه شلاق زدن به این به اصطلاح مجازات قرار میدن که برگرده به دین اسلام، یعنی اعتقادات دینی و مذهبی هم هیچ حق و حقوق برابری نه تنها برای زنان، برای مردان هم وجود نداره، برای هیچ انسانی وجود نداره در جامعه اسلامی ایران. و مورد آخر در مورد لباس هست که خب همونطور که هممون باز میدونیم زنان بایستی تمام بدن خودشون رو بپوشونن به جز گردی صورت و کف دست ها، به اصطلاح از مچ تا انگشتان، و در از نظر شریعت اسلام یا قوانین جمهوری اسلامی کل بدن زن عورت حساب میشه، در حالی که برای مردان همچین به اصطلاح قوانینی یا همچین توضیحی تو هیچ قانونی وجود نداره.
خب این یک سری تیترواری بود که مقایسه کردم این به اصطلاح مطالب رو. باز اگر که بخوایم راجع به این مسائل بیشتر توضیح بدیم یا اینکه مطالب های بسیار بسیار زیادی هست که بخوایم راجع بهش اطلاع رسانی کنیم قطعا وقت زیادی میبره و همینطور اگر که دوستی عزیزی یا همکاری نظری داره یا بخواد به اصطلاح سوالی بپرسه من در خدمتتون هستم و سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت کردین، حوصله کردین و به این ارائه اطلاعات و توضیحات بنده گوش دادین. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما بانو ده بزرگی عزیز، خسته نباشید. میگم ممنون از موضوع بسیار عالی که جمع‌آوری کرده بودیم و در اختیار ما گذاشتین اطلاعاتو. همطور که فرمودین شما، متاسفانه در واقع میتونیم بگیم که از هر لحاظی مقام زن، ارزش زن در حالا به خصوص در کشور ایران توسط جمهوری اسلامی بسیار بسیار تحقیر شده هست و منم اتفاقا امروز یک مطلبی رو خوندم که خیلی منو به فکر واداشت. در مورد یک خانومی بود که از یک خانواده مذهبی بود و میگفتش که من همیشه تو تمام مراسم مذهبی که بودیم، این یه چیز خیلی معمولی بود، من فهم کنم خیلی ولی عمیق میشه آدمش بکنه، میگفتش که جای آقایون همیشه کنار اون کسی که مجلس رو قول معروف میگردوند، روزه میخوند یا حالا مداهی میکرد و هر چیزی، اما خانوما همیشه پشت این در واقع مجلس جای تنگ و به قول معروف یه جایی که اصلا براش هیچ شاید بگیم مثلا چیزی تدبیری نشده براش که مثلا اینجا قراره یه سری خانومای بشینن، از لحاظ نظافت، از لحاظ اینکه مثلا حالا یه ارزش قائل بشن برای اون خانوم ها. و دقیقا چیز به مواردی اشاره کرده بود که من خودم میگم عمیقا به این موضوع فکر کردم که نه حتی میتونستن ببینن اون مجلسی که داره برگزار میشه، بچه ها همیشه با خانوما و دائما باید میگفتن خانوما ساکت باشن، خانوما ساکت باشن. خیلی موضوعی بود که این در واقع باعث شده بود که این خانوم به مادرش و به خانوادش بگه که چطور میتونید این همه تحقیر رو تحمل کنید و به عنوان اینکه در مجلس حالا به طور مثال یکی از کسانی که اعتقاد دارم بهشون حضور داشتم. اما بیشمار من حالا این خیلی میگم این خیلی چیز کوچیکی بود که من گفتم و مطمئنم بسیار چیز بزرگی است که اگر دوستان تمایل داشته باشن در مورد این موضوع با همدیگه بحث و تبادل نظر داشته باشیم. عذرخواهی میکنم. بسیار خوب، متشکرم ده بزرگی عزیز. به سخنران بعدیمون میپردازیم، سرکار خانم طاهره خطی گرامی با موضوع روز بین المللی قربانیان نسل کشی. خانم خطی گرامی در خدمت شما هستیم، مایک برای شما آزاد، بفرمایید. درود همکاران، دوستان عزیز، وقت همگی بخیر. من صحبتامو در ارتباط با قربانیان نسل‌کشی خدمتتون ارائه میدم. اصطلاح نسل‌کشی را نخستین بار پروفسور رافائل لمکین در سال 1933 مطرح کرد و هدف از طرح آن بیان اعمالی بود که هدفش نابودی یک گروه نژادی، مذهبی یا اجتماعی بود. او اصرار داشت که این اعمال به عنوان یک جنایت در حقوق بین الملل شناخته شود. سرانجام پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد کنوانسیون جلوگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی را به تصویب رساند. نسل‌کشی یا جنساید یکی از چهار جنایت شناخته شده بین المللی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه آن را به عنوان جرم بین المللی شناخت. در این اعلامیه نسل‌کشی را جنایتی برخلاف روح و مقصد سازمان ملل و در دنیای متمدن محکوم دانسته است.
سازمان ملل متحد کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن را تصویب کرد و در ماده دوم آن نسل کشی را کشتار دست جمعی مجموعه اعمالی دانسته که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت بگیره. این اعمال شامل این موارد: کشتن اعضای یک گروه، صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه، قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی اون گروه بشه، اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از تولد و تناسل یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر. این کنوانسیون از سال 1951 به اجرا گذاشته شد و کشورهای عضو آن متعهد به جرم‌انگاری نسل کشی، جلوگیری از آن و مجازات مرتکبان شدند. دولت‌های عضو همچنین زمینه تصویب مقررات این کنوانسیون را در مراجع قانون‌گذاری خود فراهم می‌کنند. مواردی چون کشتار مردم یونان، ارمنی‌ها، آشوریان از سوی امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، کشتار دست جمعی و نسل کشی نزدیک به 11 میلیون نفر به ویژه 6 میلیون یهودی بر پایه نژاد، مذهب و ملیت در طی جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی، نسل کشی رواندا در سال 1994، نسل کشی بوسنی در سال 1995 و نسل کشی ایزدی ها توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عراق و سوریه از سال 2014 به این سو از موارد نسل کشی شمرده می شوند. و سازمان ملل نیز برخی از آنها را به عنوان نسل کشی یاد کرد. درگیری هایی که بین بودایی ها و روهینگایی ها رخ داد، بودایی ها با حمایت دولت 200 نفر را کشتند و حدود 10,000 خانه را منهدم کردند. 7 سال پیش این حادثه موجب فرار و جابجایی 127,000 روهینگای به بنگلادش، هند، مالزی، سریلانکا و تایلند گردید. تعداد فراریان که به نقل از واشنگتن پست تا قبل از ماه آگوست 2017 حدود 197,000 نفر بود، در مدتی کمتر از یک ماه به بیش از 606,000 نفر رسید. برای مقایسه کافیه در نظر بگیرید که کل افرادی که در سال 2017 از دریای مدیترانه گذشتند تا در اروپا پناهجو شوند 130,000 نفر بوده. دولت میانمار تأکید می‌کند که 176 روستای محل سکونت روهینگیاهیا در اطراف 3 شهر در ایالت راخین به کلی تخلیه شد و صدها هزار نفر به بنگلادش نیز پناهنده شدند. گرچه فاجعه روهینگیا تحت فشارهای بین المللی افت کرده و شاید هم دیگر کسی باقی نمانده که به کشورهای همجوار پناهنده شود، ولی در هر صورت این فاجعه بنابر تحقیقی که 3 محقق دانشگاه نورمن در کانادا انجام دادند و حسب تعریف با جنایت نسل کشی برابری می کند، چرا که در آن قتل عام، عدم پذیرش حق شهروندی، جابجایی اجباری، ممنوعیت سفر، محدودیت و ممنوعیت تحصیل، ممنوعیت یا محدودیت اشتغال، مشکلات ازدواج، تبعیض فرهنگی و مذهبی، مشکلات پناهندگی در سطوح مختلف بر آنها تحمیل شده است. وقتی از این منظر نگاه می‌کنیم، گرچه از نظر تعداد و موارد اتفاق بسیار محدودتره. مثال دیگر، بسیاری از اقلیت‌های دینی رو میشه نام برد که درگیر موارد مشابه هستند. وجود دولت خودخوانده خلافت اسلامی تا زمانی که حاکمیت بر بخشی از سرزمین‌های اشغالی عراق و سوریه را در اختیار داشت، از بین بردن کردهای ایزدی توسط داعشیان خود نمونه بارز و عملی اقداماتی بود که میتوان آن را مصداق نسل کشی دانست. همچنین در تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی جنایت‌های بسیاری صورت گرفته. کشتارهای کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و خوزستان، کشتارهای دهه 60، کشتارهای چندین هزار زندانی سیاسی در سال 67، جنایت سینما رکس آبادان، بیش از 1 میلیون کشته و مجروح جنگ عراق و ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام صدها تن از پیروان ادیان بهایی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، دراویش و غیره.
تصویب و اجرای قوانین عصر حجری، سنگسار کردن انسانها، قطع دست و پا و انگشتان هزاران زن و مرد ایرانی، اسید پاشی بر روی زنان بدحجاب، جنایت های سال 78، 88، 96، 98، 1400، 1401، جنایت کهریزک، جنایت در نیزارهای ماهشهر، جنایت سرنگونی پرواز اوکراینی 752 توسط موشک سپاه و اعدام و مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان. تشابه زیادی به برخی از موارد بالا که خدمتتون عرض کردم داشت. مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان در مدارس دخترانه بخشی از مجموعه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه انقلاب زن، زندگی، آزادی است. مسمومیت زنجیره‌ای و سازماندهی شده دانش آموزان در مدارس دخترانه همچنان شهر به شهر ادامه دارد. مسمومیت هزاران دانش آموز در بیش از 230 مدرسه در 30 استان کشور ثبت شده. شهرهای مختلف ایران از جمله قم با 45 مدرسه، تهران 42 مدرسه در رتبه اول و دوم، لرستان و اردبیل با 19 مدرسه در رتبه سوم قرار دارند. خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، هرمزگان، یزد هر کدوم با یک مدرسه کمترین موارد مسمومیت رو گزارش کردن. مدارس دخترانه با 75.4% شاهد بیشترین موارد مسمومیت بوده. ترور بیولوژیک دانش آموزان دختر در چند ماه پس از شروع انقلاب ژینا رخ داده که شعار محوری اون زن، زندگی، آزادی و چهره های شاخص اون جوانان به ویژه زنان و دختران جوان هستند. همانطور که اشاره شد، جنبش زن، زندگی، آزادی که در مدارس عمدتاً دخترانه با کشف حجاب، پاره کردن عکس های خامنه‌ای و خمینی، سردادن شعار همراه بود، خشم جمهوری اسلامی را چنان برانگیخت که برای انتقام گرفتن به ترور و وحشت متوسل شدند. رفتاری پرسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی که قتل سریالی زنان در مشهد، قتل‌های زنجیره‌ای و اسیدپاشی‌های اصفهان از نمونه‌های آن. در مهر ماه 1393 خبر اسیدپاشی به صورت تعدادی از زنان در اصفهان بسیار سریع در تمام ایران پخش شد، اما هرگز عاملان آن دستگیر نشدند. مخالفان جمهوری اسلامی در ایران معتقد بودند که ایجاد ترس در مورد بدحجابی همان هدفیه که جمهوری اسلامی به دنبالش. اندکی بعد از انتشار اخبار اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان، اخباری درباره شروع اسیدپاشی در تهران نیز در فضای مجازی و گفتگوهای مردم در دنیای واقعی پخش شد. مردم در تهران از اسیدپاشی در محدوده‌های پونک، میدان ولیعصر، شهرک غرب و غیره صحبت می‌کردند. از تهران و چند شهر دیگر گزارش می‌رسید که بسیاری از موتورسواران با شبیه‌سازی حمله با اسید اقدام به آزار و اذیت دختران و زنان می‌کنند. موتورسواران با پاشیدن آب یا گرفتن بطری خالی به طرف صورت دختران و زنان آنها را به شدت می‌ترساندند تا سوژه خنده و تفریح آنها شود. امام جمعه ها و فرماندهان نیروی انتظامی و امنیتی و غیره در برخوردشان با این فجایع همواره زنان را به عنوان عدم رعایت حجاب عامل این طور برخوردها معرفی کردند. با این سوابق از جمهوری اسلامی و از ابتدای این موج مسمومیت دانش آموزان دختر، گمان زنی های مبنی بر این که گروه های امنیتی در این مسمومیت دست دارن مطرح بود، به طوری که نفیسه مرادی، پژوهشگر مطالعات اسلامی و دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا در مصاحبه با سایت عصر ایران گفت تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند که هدف از این مسمومیت ایجاد ترس و وحشت برای دختران و خانواده‌هایشان جهت مانع‌تراشی برای تحصیل آنهاست. انتشار خبری در کانال اخبار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه گروهی تحت عنوان فداییان ولایت و با هدف جلوگیری از تحصیل دختران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، این گمان زنی ها را به حد یقین رساند. این خبر به سرعت از روی کانال مذکور حذف شده. با این همه اظهار نظر معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز تایید نهایی بر این گمان زنی هاست که مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان دختر پروژه برنامه ریزی شده و عمدی است. سرانجام روز هفتم اسفند 1401 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تایید کرد که مسمومیت دانش آموزان عمدی بوده و افرادی دوست داشتند تمامی مدارس دخترانه تعطیل شود.
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در واکنش به ماجرای مسمومیت دختران دانش آموز و ادعای خودسرانه بودن آن به درستی تاکید کرده است مسمومیت دانش آموزان در مدارس دخترانه که عمدی بودن آن را تایید کردند نه خودسرانه است و نه اتفاقی. بازپسگیری دستاورد آزادی پوشش نیازمند افزایش حراس عمومی است. تجمع سراسری از سوی معلمان با مطالبه دفاع از حقوق دانش آموزان مقاومتی خواهد بود در مقابل گسترش این حراس عمومی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان مجازات بدون عفو عاملان این مسمومیت‌ها شده بود. اما اولین کسانی که در معرض اتهام قرار گرفتند نه عاملان، که افرادی هستند که نسبت به این جنایت موضع‌گیری کرده بودند. افشاگری‌ها و موضع‌گیری‌های چهره‌های سیاسی، دانشگاهی و هنری و همچنین رسانه‌ها در ایران بدون پاسخ تهدیدآمیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نماند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران خواهان برخورد با افرادی شد که به گفته او به نشر دروغ و شایعات بی‌اساس اقدام کردند. رئیس قوه قضایی در این باره گفت به دادگستری تمام استانها دستور داده شده که شعبه ای را در مرکز استانها برای احضار افراد التهاب آفرین و دروغ پراکن در قضیه مسمومیت ها اختصاص دهند. این افراد از دو حالت خارج نیستند، یا احراز می شود که سوء نیت دارند و همراستا با دشمن هستند که در آن صورت به اشد مجازات می رسند، و یا احراز می شود که سوء نیت ندارند که در این صورت نیز نمی توان در قبال آنها اغماز کرد و برخورد قانونی با آنها به عمل خواهد آمد. فردای این روز یعنی سه‌شنبه 16 اسفند 1401 خبرگزاری تسنیم به نقل از دادستان تهران از تشکیل دو شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به این موضوع خبر داد. علی صالحی برخی چهره‌های معروف و رسانه‌ها را به التهاب آفرینی متهم کرد و گفت کسانی که به نشر دروغ و شایعات اقدام کنند و فضای امنیت روانی شهروندان و خانواده‌های عزیز را تهدید کنند مورد رصد دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی قرار دارند و برخورد قاطع و قانونی در انتظار آنها خواهد بود. صالحی افزود در یک هفته گذشته علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد 24، شرق و همچنین اشخاصی از جمله آذر منصوری، صادق زیبا کلام و رضا کیانیان اعلام جرم صورت گرفته و پرونده قضایی در این ارتباط تشکیل شده است. آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت در اکانت اینستاگرام خود نوشته است که عدم اطلاع رسانی درباره این مسمومیت سخنان متناقض مسئولان میتواند یکی از دلایل سریالی شدن این مسمومیت ها باشد، این عملکرد ها باشد. او به بخشنامه جدید آموزش و پرورش اشاره کرده که از مدیران خواسته اطلاع رسانی نکنند و گفته شده این دستور چیزی جز سربوش گذاشتن بر موضوع و پاک کردن صورت مسئله نیست. و همین پیام ایشون در اکانت اینستاگرامشون باعث شد که جرمی رو مرتکب بشن و پرونده قضایی براشون درست بشه. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در توییتر خود نوشت سال 57 با همه وجود باور داشتیم نظامی را که داریم جایگزین نظام شاهنشاهی می‌کنیم الگوی بی‌نظیر است، برتر از اومانیسم غرب و سوسیالیسم شرق، الگوی جدید برای بشریت. اگر کسی آن روز به ما میگفت که 44 سال بعد در این الگوی شما عده دختران را مسموم می کنند که به مدرسه نروند، ما به او چه می گفتیم؟ رضا کیانیان بازیگر و نویسنده نیز در اینستاگرام خود پرسید چرا دختران در مدرسه مسموم می شوند؟ این دختران فرزندان ما هستند، چرا از فرزندان ما محافظت نمی کنید؟ تا کی باید خبر این مسمومیت های زنجیره ای را بشنویم؟ او گفته چرا خبر نمی رسد که پیگیر کنندگان به کجا رسیدند؟ چرا خبر نمی رسد چند تن از این دختران مسموم زنده ماندن؟ چرا فقط خبر مسمومیت و مرگ است؟ چه ارگانی مسئول رسیدگی به این فاجعه ملی است؟ و این ارتباط در این پیام ها این دوستان پرونده قضایی براشون درست شده و منتظر رأی دادگاه. پارلمان اروپا در تاریخ 25 اسفند 1401 قصنامه ای را در محکومیت شدید مسمومیت دختران و زنان ایران با مواد شیمیایی سمی به تصویب رساند.
این قطعنامه با 516 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله اومده با توجه به موارد متعدد از نوامبر 2022 که در آن هزاران دختر و زن در سراسر ایران با مواد شیمیایی سمی با هدف جلوگیری از حضور آنان در آموزش مورد حمله قرار گرفتند، نمایندگان پارلمان اروپا این تلاش بیرحمانه برای ساکت کردن زنان و دختران را به شدت محکوم می کنند. این نمایندگان در قطعنامه خود جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا دسترسی بدون تبعیض دختران به آموزش را تضمین و هر قانون تبعیض آمیز علیه دختران و زنان را لغو کند. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش زن زندگی آزادی را اغتشاش خواند و پس از سرکوب خشن پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن شاهد تصاویری از زنان ایران بودیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است. با قتل مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه 22 شهریور 1401 جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی سابقه است. زن زندگی آزادی به شعار تحول خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جنبش زن زندگی آزادی از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت، شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری را در این زمینه نداده، اما محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در روز 15 اسفند 1401 خبر عفو بیش از 80 هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داده است. به هر صورت اینها تنها مواردی نیست که اکنون در دنیا اتفاق می‌افتد، ولی با هوشیاری می‌تواند آخرین موارد آن باشد. رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی با مردم ایران چه توصیفی غیر از نسل کشی دارد؟ آیا وقت آن نشده که دادگاه‌های بین‌المللی رهبران جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت نسل کشی تحت تعقیب قرار دهند و آنها را در دادگاه‌های بین‌المللی به مجازات برسانند؟ ما فعالان حقوق بشر امروز را به عنوان روز بین‌المللی اجرگذاری و کرامت به قربانیان جنایت قتل عام و نسل کشی و پیشگیری از این جنایت گرامی می‌داریم و از تمام دولت‌های دنیا می‌خواهیم با هر گونه حرکت که به هر نوعی به مصادیق نسل‌کشی تشابه دارد به شدت مقابله کنند، وگرنه خودشان به عنوان مسئول آماده پاسخگویی در برابر دادگاه‌های بین‌المللی باشند. نسل‌کشی اتفاق نیست، عمدی است با علایم هشدار دهنده و پیش‌آگاهی‌ها. سپاس بابت تایمی که در اختیار من گذاشتید. بند مایک رو رها می‌کنم. ممنون از شما خانم خطی گرامی و سخنرانی خوبتون. دوستان، بله، خانم ده بزرگی، مایک در اختیار شما، بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم هم از شما هم از خانم خطی که موضوع خیلی واقعا دردناکی رو متاسفانه برای ما ارائه دادن. خواستم یه مطلبی رو به فرمایشای ایشون اضافه کنم. خب زمان به اصطلاح جنگ جهانی دوم یا زمانی که هیتلر حکومت میکرده میخواسته یهودی ها رو از بین ببره و خب بعد از سالها تاریخ گذشته تا به امروز ما اون رو به عنوان یک جنایت جنگی یا نسل کشی میشناسیم، ولی همیشه در تمام دورهای تاریخی همونطور که خانم خطی خیلی بصیرانه و زیرکانه اشاره کردن، دقیقاً در حال حاضرم وقتی که جمهوری اسلامی برای بقای حکومت خودش اون افراد رو به عنوان مطالبه‌گر و مخالف با خشونت‌ها و مخالف با به اصطلاح قوانین جمهوری اسلامی مقابل خودش می‌بینه، حالا اگر که از قشر ورزشکار باشه، روزنامه نگار باشه، کارگر باشه، معلم باشه، همه اینها رو بازداشت میکنه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه و در اصل اینها هم نسل کشی هست. یعنی در اصل اینها نسلی هستن که مطالبه آزادی و حقوق انسانی هستن که توسط رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر به شکل فاجعه آمیزی داره نسل کشی میشه. از اون مادر و دختری که توی مغازه خاربار فروشی
کاسه ماست رو سرش خالی میشه، تا اون دختری که یا زنی که در خیابون اسید رو صورتش پاشیده میشه، یا اون جوانایی که خب شاهد بودیم در کف خیابون ها مستقیم با گلوله کشته میشن. این هم واقعا بخشی از خشونت فاجعه آمیز نسل‌کشی هست، نسلی که مطالبه آزادی حقوق برابرشون در دوره تاریخی الان ما از حکومت دیکتاتور و زورگو و جنایتکار جمهوری اسلامی میخوان. یعنی فقط اون یهودیا یا اقلیت‌ها یا هولوکاست یا فاجعه چرچیل اوکراین یا هر جای دیگه نسل کشی دقیقا همجوری خانم خطی فرمودن نبوده. الان ما خیلی ظریف داریم نسل کشی رو به شکل‌های مختلف، به صورت مدل‌های مختلف با توجه به دوره تاریخی الان خودمون از طرف جمهوری اسلامی ایران داریم متاسفانه شاهد هستیم و میبینیم، و امیدواریم به زودی با نابودی جمهوری اسلامی دقیقا نه تنها ایران و ایرانی، کل دنیا به اون آرامش و آزادی و کرامت انسانی برسن. ممنونم، من مایک رو رها میکنم. ممنون خانم در بزرگ عزیز از مشارکتتون. دقیقا مواردی که خانم خطی و خانم در بزرگ عزیز فرمودن همگی کاملا درسته، و من هم یه موردی اگه میخواستم بهش اشاره کنم، فکر میکنم علاوه بر صحبت خانم ده بزرگی، به صورت آشکار البته این نسل‌کشی داره دیده میشه. خب یکی بازداشتی هایی بوده که تا الان افرادی که بازداشت شدن به صورت مشکوک وقتی که آزاد شدن در واقع درگذشتن، حالا یا کشته شدن. تو بسیاری موارد عنوان شده بود که حالا دارویی یا آب معدنی، چیزی که آلوده به هر چیزی که حالا ما نمیدونیم بوده، و اصرار به نوشیدن اون داشتن، که خب بعدش اتفاقایی که افتاده این بوده که بعد چند روز اون افراد کشته شدن و حالا بهشون برچسب خودکشی زدن. مورد دیگه این میتونیم حتی الان در جنگ اوکراین و روسیه، دخالت های ایران، حالا اون پهپادهایی که میده، اینا چیزایی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی درش مشارکت داره و داره بسیار آشکار در واقع این کار رو انجام میده. و آخرین صحبت هم من فکر میکنم موضوع کرونا رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، اون هم یک نسل‌کشی بود که در ایران صورت گرفت. خب دوستان عزیز، اگر که در این مورد تمایل دارید که نظرات خودتون رو عنوان بفرماییم، شنوای شما هستیم. بسیار خب، بانو آیلار اسماعیلی عزیز سخنران بعدی ما هستن که با موضوع بررسی وضعیت زنان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی سخنرانی میکنن. مایک در اختیار شما بانو اسماعیلی عزیز، بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، در سال 1401 بازداشت بیش از 29,000 و 688 معترض ثبت شده است. دست کم 617 نفر در طول سال اعدام شدند. هرانا داده های خود را از 13,631 گزارش ثبت شده از اول فروردین تا 25 اسفند 1401 برگرفته است. 193 مورد بازداشت فرد زیر 18 سال، 56 مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، 258 مورد بازداشت فعالان صنفی، 169 مورد بازداشت اقلیت‌های مذهبی، 328 مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، 24 مورد بازداشت فعالان محیط زیست و 235 مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی نیز صورت گرفته است. 25,000 مورد کودک آزاری ثبت شده و تصاویر بسیار اسفناکی از وضعیت کودکان ارائه شده است. 38 مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 47 مورد قتل کودکان و همچنین به ازدواج بیش از 20,000 کودک و محروم ماندن بیش از 5 میلیون کودک از تحصیل در سال 1401 صورت گرفته است.
در سال 1401 دست کم 39 مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی، همچنین 54 مورد گزارش خشونت خانگی شدید ثبت شده است. 11 مورد ضرب و جهل شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف هم انجام شده است. در طول سال 1401 مجموعاً 752 شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها 474 شهروند جان خود را از دست دادند. همچنین شاهد جان باختن 21 کولبرگ، 13 سوختبر و 440 شهروند بودیم. 278 شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد 133 نفر کولبرگ، 133 شهروند عادی و 12 نفر سوختبر هستند. اعدام در بیش از 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر بوده است و در سال 1401 دست کم 617 شهروند از جمله 13 زن و 6 کودک اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از 80% افزایش داشته است. در سال 1401 در مجموع 2825 تجمع اعتراضی در 31 استان کشور شکل گرفته است. از میان این تجمعات 247 تجمع کارگری، 801 مورد تجمع صنفی، 1352 تجمع در حوزه اندیشه و بیان، 43 تجمع دانشجویی، 10 تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی، 8 تجمع در حوزه زنان، 247 تجمع در حوزه محیط زیست و 117 تجمع مالباختگان برگزار شده است. تجاوز، شکنجه و آزارهای جنسی متهمان و زندانیان زن سابقه‌ای به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه اخیر دارد. تهدید و عمل به تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک جنسی، لمس بدن و دیگر آزارهای مبتنی بر جنسیت زنان زندانی در ایران معمولاً از لحظه دستگیری آنان آغاز می شود و در تمامی مراحل بازجویی و دادگاه گرفته تا زندان ادامه می یابد. آزارگران نیز طیف وسیعی از مردان وابسته به نظام سلطه اند که با اتکا به حاشیه امنی که حکومت به آنان اعطا کرده زنان را آزار و شکنجه می دهند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. در این میان آن دسته از زنان زندانی که صدای رسایی دارند از داخل زندان یا پس از آزادی دست به افشاگری می زنند و روایتگری می کنند. اما گروه خاموشی که صدای رسایی ندارند رنج آزارهای جنسی را تا پایان عمر بر دل می کشند. در طول 4 دهه گذشته بارها روایت‌هایی از تجاوز و آزار جنسی زنان در زندان‌های حکومت ایران منتشر شد. یکی از آنها نیز اتفاقی بود که در زندان ارومیه برای صدا خدیج‌زاده افتاد. او در یک فایل صوتی از داخل زندان از آزارهای کلامی جنسی و فشارهای امنیتی که برای اعترافگیری در زندان متحمل شده است پرده برداشت. پس از آن هم 16 زندانی سیاسی زن از داخل زندان اوین در بیانیه افشا کردند که زنان زندانی همواره در معرض آزارهای مبتنی بر جنسیت قرار دارند. در نامه زندانیان سیاسی زن آمده بود که حتی اتهام بسیاری از زندانیان زن جرائم عمومی نیست ریشه در نابرابری‌های جنسی دارد، زیرا بسیاری از آنان قربانیان کودک همسری، خشونت خانگی و خلأهای قانونی بودند و به جرم‌های انتصابی دست زدند. در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان از سوی بازجویان این نهاد امنیتی زنان بازداشت شده مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. یکی از قربانیان تجاوز گفته است جای حساس بدن را با لگد فشار زیادی می دادند و ما را سگ‌های ماده خطاب می کردند. الفاظ رکیک استفاده می کردند که چند بار رابطه جنسی داشته اید. زمانی که به زندان منتقل شدیم ابتدا به صورت گروهی در یک سلول نگهداری می شدیم، اما ماموران آنها را بعداً به انفرادی منتقل می کردند. این قربانی گفته است بازجویان از او پرسیدند الان بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجد مکی با چه کسی و چه کسانی رابطه داری؟ مسجد مکی بزرگترین مسجد اهل سنت ایران است. در این ارتباط پیش از این برخی از نزدیکان حکومت نیز تهدید به تخریب این مسجد را کرده بودند. طبق اظهارات قربانیان تجاوز جنسی، بازجویان اطلاعات سپاه اصرار کردند قربانیان بگویند با چهره‌های شاخص رابطه جنسی داشتند و بپذیرند که این افراد با گروه‌های مسلح بلوچستان
و مجاهدین خلق و سلطنت طلبان در ارتباط بودند. اما وقتی قربانیان این اتهامات بازجویان را انکار می کردند، یکی از بازجویان به یکی از قربانیان گفته است: من کاری می کنم که تو مثل بلبل بگی چند بار سرویس دادی. اینجا لال مادرزاد به حرف می آید دختر هرزه. قربانی که مورد تجاوز قرار گرفته شرح می دهد پس از تهدید بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد آمدند. بعد گفتند وقتشه. لباسهایم را پاره کردند. هرچه فریاد زدم، التماس کردم، خواهش کردم من را بکشید، اما این کار را با من نکنید، ولی فایده ای نداشت. این قربانی گفته است تصمیم گرفته است خودکشی کند اما پشیمان شده است. پانا میگوید که در جریان بازداشت هم شاهد خشونت جنسی بوده و هم مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. او میگوید قربانیان از صحبت درباره این مسائل هراس دارند و اضافه میکند دخترانی بودند که به آنها تجاوز جنسی شد و سپس به شهرهای دیگر منتقل شدند. هواداران حکومت و بسیاری از طلاب و رهبران مذهبی به اعتراضات اخیر و نقش پررنگ زنان در آن تاختند و بعضاً خواستار تشدید برخورد با اعتراضات و مسئله بی‌حجابی شدند. پیشتر ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آنها نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب تظاهرکنندگان زن را مورد تعرض قرار می‌دهند. در برخی موارد از تجاوز جنسی فیلمبرداری شده و از آن جهت فشار به معترضان استفاده شده است. پس از آغاز اعتراضات، آرمیتا عباسی در شبکه‌های اجتماعی به صراحت از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. گفته می‌شود او نزدیک به یک ماه پس از شروع اعتراضات در زادگاهش کرج دستگیر شد. قوه قضاییه زمان بازداشت او را 25 مهر ماه اعلام کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه او را یکی از لیدر اغتشاشات توصیف کرده بود. پلیس مدعی شده بود در آپارتمانش 10 کوکتل مولوتوف کشف کرده است. آرمیتا عباسی در 26 مهر ماه همراه با ماموران لباس شخصی به بیمارستان امام علی کرج منتقل شده بود. در این گزارش آمده که او به شدت می‌لرزید و موهای سرش را تراشیده بودند. این اطلاعات را 4 تا 5 پزشک تایید کردند. بنابر مدارکی که از مکالمات میان پزشکان در پیام‌های خصوصی اینستاگرام درج کرده گفته شده است، نیروهای امنیتی حکومت او را شکنجه کردند و مورد خشونت جنسی قرار دادند. در یکی از این پیام‌ها یک پزشک نوشته مریض خودمون بود. رفتیم بالای سرش، موهاش را تراشیده بودند، سرش بسته بود. از ترس به خودش می‌لرزید. پزشکی هم نوشته قصد انتشار ترس و وحشت ندارن ولی حقیقت و جنایتیه که داره اتفاق میفته و نمیشه ساکن بود. پزشک دیگری در این پیام‌ها نوشته دیدمش و اینکه نمیتوانستم فراریش بدهم دیوانه ام می‌کرد. شخصی هم میگوید پس از اینکه حقیقت برای همه آشکار شد، آنها کلاً فیلمنامه را تغییر دادن. به او تجاوز شده و او به هنگام انتقال به بیمارستان با مشکل خونریزی مواجه بوده است. یکی از اعضای کادر پزشکی در یکی از پیام‌ها نوشته است مردان لباس شخصی اصرار داشتند که دکتر تایید کند تجاوز مربوط به قبل از دستگیری بوده. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه به نقل از رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود پس از انجام معاینات پزشکی مشخص شد که این فرد از گذشته دارای مشکلات گوارشی مربوط به بیماری هموروئید بوده و در حال حاضر مشکل خاصی ندارد. نیروهای امنیتی آرمیتا عباسی را درست قبل از ورود خانواده‌اش که برای ملاقات با او رفته بودند، از در ورودی عقب بیمارستان خارج کردند. روایتی از تجاوز جنسی دو مأمور سپاه پاسداران به دو دختر 18 و 23 ساله معترض بازداشت شده شرح داده شده است. این مأموران به تجاوز به این دختران اعتراف کرده اما در پرونده تجاوز خود را موجه دانستند. یکی از این مأموران سپاه مدعی شده است که دختر معترض بازداشتی در موتر به او پیشنهاد رابطه جنسی داد و او با جاری کردن خطبه صیغه موقت با او عمل جنسی انجام داد. او با نام بردن از 3 تن از همراهان خود گفته است که آنها ممکن است با دیگر دختر بازداشت شده رابطه جنسی برقرار کرده باشند. یک مأمور دیگر در روایت تجاوز جنسی خود ابتدا ادعا کرده است که دختر بازداشتی او را با گفتن اینکه تو رو خدا ما را آزاد کنی تحریک کرده و زیپ شلوار او را پایین کشیده است. معاون تهران برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز دو مأمور سپاه در بخش نتیجه‌گیری پرونده نوشته است که متهمان صرفاً جهت اخاذی و آدم ربایی اکیپی تشکیل داده و اقدام به انجام اقدامات مجرمانه نمودند.
همچنین در نامه او به تشکیل بازداشتگاه‌های مستقل و شکنجه مردم، اخاذی و ارتباط وسیع با زنان و دختران اشاره شده است. این نامه رسمی نشان می‌دهد که دادستانی تهران قصد ندارد تجاوز جنسی به دو زن معترض را به علت سوء استفاده گروه‌های معاند پیگیری کند و قصد دارد به مرور زمان پرونده را مختومه کند. این نخستین بار نیست که از زمان اعتراضات اخیر به مرگ مهسا امینی گزارش‌ها در مورد تجاوز و تعرض ماموران امنیتی ایرانی به زنان و مردان معترض نشر می‌شود. روزنامه گاردین روز دوشنبه گزارشی از مبتلا شدن تعدادی از زنان معترض بازداشت شده به عفونت واژن به دلیل تجاوز جنسی خبر داد و مصاحبه‌هایی را با برخی از این زنان و همچنین برخی مردان که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند منتشر کرد. یک پرستار زن در گیلان از مواجهه خود با حداقل 5 زن معترض زیر 30 سال که دچار این وضعیت شدن سخن گفته است. وضعیت زنان در زندان‌های ایران آنچنان بغرنج است که زندانیان را مجبور به خودکشی می‌کند. همچنین عدم کیفیت غذا، بهداشت و امکانات در بهداری‌های زندان زندانیان را در بدترین شرایط ممکن قرار داده است. علاوه بر مشکلات بهداشتی، بسیاری از بیماران به بیماری‌های مختلف دچار شده و درمانی برای این بیماران وجود ندارد. این در حالی است که مسئولان زندان هم بدون توجه به شرایط وخیم آنها، تعداد زندانیان را در بندها افزایش می‌دهند. یکی از قوانین زندان زنان پوشیدن چادر یا مانتوی بلند و گشاد و جوراب برای خانواده‌های زندانیان است و یا قطع مکرر خط‌های تلفن زندان است تا زندانیان نتوانند با خانواده‌های خود تماس گرفته و شرایط دردناک زندان را بازگو کنند. زندانیان سیاسی تحت بیشترین فشارها قرار گرفته و بعد از احکام غیرقانونی تبعید یا حتی بدون حکم به عنوان تنبیه منتقل می‌شوند و اصل تفکیک جرائم در حق آنها رعایت نمی‌شود. این زندانیان با سیاست دولت در بند زندان زندانیان عمومی نگهداری شده و با اجیر شدن بعضی از زندانیان با جرایم عمومی، زندانیان سیاسی تهدید و مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در صورت واکنش برای آنها پرونده سازی می شود. همچنین ضرب و شتم زندانیان سیاسی از جمله مریم اکبری منفرد، اعتراف اجباری به تهدید به مرگ صدا خدیرزاده توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران خود نمونه بارزی از سیاست‌های مردسالارانه و کورکورانه دولت جمهوری اسلامی ایران بر زنان است. این در حالی است که یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوبه 2011 توجه به زنان شیرده، باردار و زنانی که با نوزاد خود در زندان به سر می‌برند ذکر شده و باید از حمایت‌های خاص برخوردار شوند. هرچند آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که حاوی مقرراتی درباره حقوق و وظایف زندانیان اعم از زن و مرد در سال 80 به تصویب رسیده و در چند مورد بازنگری و نسخه آن در سال 89 به تصویب قوه قضاییه رسیده، اما نه تنها اجرا نشد بلکه زنان زندانی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند. زنانی که بدون دسترسی به وکیل و عدم ملاقات با خانواده در دادگاه‌های غیابی و غیرقانونی محکوم به حبس یا اعدام می شوند که این امر خود نشان از نقض حقوق زنان و کودکان است که به دلیل حکم‌های تحمیل شده حکومت ایران بر آنان از زندگی محروم می شوند. تعدادی از اسامی بانوان بازداشت شده در اعتراض اخیر: سنندج جینا، مدرس گرجی، ریزان احمدی، حیات الماسی، فرانک رفیعی، یشین محمدیان، ساریا شریفی، بهاره زنگیبند، باران ساعدی، روژان قادری، منیره محمدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی، سریا خدری، لیلا پاشایی، سرو شهابی، شادی اصلانی، مهسا افضلی، سنا غفوری، پریا مرتضایی، نگین مرادی، دیبلان، سروه رحمانی، مریوان، اوین راستی بیجار، لیلا عباسی، ملیکا کاوندی، بانه، گلاویج خاکپور، سمیه کتابی، قروه، سهیلا بابایی، سیران ایلامی، کامیاران، لیلا قلوزی، توران رحمانی، پاوه، گلار مرادی، سما نقشبندی، انیس مقصودی، آیدا درویشی، نگین محمدی، ایلام، اله مومنی، نیلوفر قاضی، سارا شیردل، منا مروتی، کجال وطنپور، نرگس میرزا میرجانی، پریسا فریادیان، سهیلا زیبایی، آبدانان، شیما بیرانوند، آذربایجان غربی، ارومیه، لیلا حمامی، زهرا عظیمی، رویا شهبازی، الهام شرایی، آیدا مختاری، نگین تهماسبی، گوکان، سروین حیدری،
اسامی بانوان کشته شده در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی. مینو مجیدی کرمانشاه، شهادت بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 3 شهریور. غزاله چلاوی آمل، 33 ساله، بر اثر شلیک ماموران امنیتی به پیشانی، تاریخ شهادت 3 شهریور. حنانه کیا نوشهر، 23 ساله، بر اثر شلیک ماموران امنیتی در تهران ستارخان، تاریخ شهادت 3 شهریور. هدیه نعیمانی نوشهر، 25 ساله، بر اثر شلیک ماموران امنیتی در خیابان حافظ نوشهر، تاریخ شهادت اول مهر 1401 در بیمارستان بهشتی بر اثر شدت جراحات شهید شد. روشنا احمدی بوکان، بر اثر شلیک ماموران امنیتی. حدیث نجفی کرج، بر اثر شلیک ماموران امنیتی. سارینا اسماعیل زاده 16 ساله، فرزند عارف، مهشهر، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 1 مهر. مهسا مگویی 18 ساله، فرزند محمد علی، فولادشهر، بر اثر شلیک ماموران امنیتی با گلوله ساچمه، تاریخ شهادت 31 شهریور. نیکا شاکرمی 17 ساله، تهران، روز 29 شهریور در تهران بلوار کشاورز مفقود شده و روز 8 مهر جسد او در حالی که صورتش متلاشی شده، بینیش له شده و جمجمه‌اش بر اثر ضربات باتوم شکسته بود در کهریزک پیدا شد. نگین صالحی 26 ساله، خیابان جمهوری تهران، بر اثر ضربات باتوم قبل از رسیدن به درمانگاه فوت کرد. تاریخ شهادت 16 مهر 1401. اسرا پناهی 15 ساله، اردبیل، در دبیرستان شاهد مورد ضرب و شتم واقع شده و سپس در بیمارستان جان باخت. تاریخ شهادت 20 مهر. نگین عبدالملکی 21 ساله، بر اثر ضربات باتوم به سرش ابتدا به شدت مجروح و دچار خونریزی شده و در خوابگاه جان سپرد. تاریخ شهادت 20 مهر. مائده جوانفر 28 ساله، پرستار در رشت، بر اثر شلیک ماموران امنیتی در رشت، تاریخ شهادت 4 آبان 1401. کبرا شیخ سقا 55 ساله، اهل روستای دیمالا، ساکن مهاباد، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 5 آبان. فرشته احمدی 32 ساله، اهل سردشت، بر اثر شلیک مستقیم در مهاباد، تاریخ شهادت 5 آبان. صدف موحدی 17 ساله، پس از اصابت باتوم به سرش در تهران دچار ضربه مغزی شده و جان سپرد، تاریخ شهادت دوشنبه 2 آبان. سارینا ساعدی 16 ساله، اهل سنندج، پس از اصابت باتوم به سرش در بیمارستان جان سپرد، تاریخ شهادت 4 آبان. آیناز جواهری 15 ساله، کرمانشاه، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 16 مهر. لینا نامور 21 ساله، بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی در تهران پارس، تاریخ شهادت مهما. مرضیه دشمنزیاری شیراز، بر اثر ضربات باتوم در سرش کشته شد، تاریخ شهادت 2 آبان. بهناز افشاری دانشگاه شریعتی، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 4 آبان. پریسا بهمنی جراح عمومی، اهل زنجان، بر اثر شلیک ماموران امنیتی مقابل ساختمان نظام پزشکی، تاریخ شهادت 4 آبان. نسیم صدیقی 23 ساله، روز 9 آبان در ارومیه بر اثر اصابت ساچمه به سر زخمی شده و جان باخت، روز 11 آبان به خاک سپرده شد. ناهید مصطفی پور اهل یاسوج در تهران بازداشت شده و پس از 9 روز جسد او تحویل داده شد، تاریخ تدفین 9 آبان. نادیا عارفانی 23 ساله، اهل پردیس کرج، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، روز 16 مهر مجروح شده و 17 مهر جان باخت. الهه سعیدی سقز، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، مهر 1401. ستاره تاجی 17 ساله، تبعی افغانستان و ساکن تهران، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 31 شهریور. پریسا اسگری 20 ساله، اهل علی گودرز، دانشجوی دانشگاه تهران، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، مهر 1401. شیرین علیزاده 35 ساله، اصفهان، بر اثر شلیک ماموران امنیتی، تاریخ شهادت 31 شهریور. فرزانه کاظمی اهل قزوین، بر اثر ضربات باتوم به سر، تاریخ شهادت 20 مهر. پرستو مرادخانی 20 ساله، اهل کرج، بر اثر شلیک ماموران امنیتی در مراسم حدیث نجفی در بهشت سکینه، تاریخ شهادت 12 آبان. نسرین قادری اهل مریوان، بر اثر ضربات متعدد باتوم در سرش به کما رفته و در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت، تاریخ شهادت 14 آبان. مژگان کدخدایی اهل بلوچستان، بر اثر شلیک ماموران امنیتی در تهران،
تاریخ شهادت 14 آبان. سمیه محمودی نژاد اهل کرمان بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 16 مهر. پگاه قوازی اهل شیراز بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 14 آبان. ماریا قواسی اهل شیراز بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 14 آبان. سمیرا نوری اهل تهران بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 2 مهر. پروین خوشقائم اهل اشنویه بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 29 مهر. غزاله قاسمی اهل تهران بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 6 مهر 1401. دریان نزده 26 ساله اهل کرج بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 17 آبان. اشرف نیکبخت اهل ایزده بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 25 آبان. آرام حبیبی اهل سنندج بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 26 آبان. آیلار حقی اهل تبریز بر اثر پرتاب از بلندی تاریخ شهادت 25 آبان. آسو قادری 23 ساله اهل مهاباد بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 26 آبان. سمانه نیکنام 36 ساله اهل شیراز بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 25 آبان. موقع تحویلگیری جسد دو چشم او را خارج کرده بودند. هانیه مرادی نژاد اهل یزد بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 27 آبان. مائده هاشمی 16 ساله اهل کنگان بر اثر ضربات باتون و شلیک ماموران امنیتی در شیراز تاریخ شهادت 3 آذر. عاطفه نعامی 37 ساله اهل اهواز بر اثر ضرب و شتم تاریخ شهادت 1 آذر. وی از 8 روز قبل مفقود شده و جسدش در حالی که ضرب و شتم شده بود در خانه پیدا شد. نگین رادفر 22 ساله اهل سنندج بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 28 آبان. ساناز کشاورز اهل کرج بر اثر شلیک تاریخ شهادت آبان ماه 1401. منا چمنی اهل رشت بر اثر ضربات باتون به سر تاریخ شهادت 8 آذر. زهرا جلیلیان اهل اسلام آباد غرب دانشجوی نخبه دانشکده فنی دانشگاه تهران در تاریخ 13 آذر به طرز مشکوکی کشته شد. حکومت اعلام کرد او خودکشی کرده. فرانک جباری 33 ساله اهل تهران بر اثر شلیک ماموران امنیتی تاریخ شهادت 16 آذر. غزل امیری 22 ساله دانشجوی ترم 1 دندانپزشکی شیراز توسط ماموران امنیتی کشته شد و خانواده تحت فشار علت مرگ را کرونا اعلام کردند. تاریخ شهادت 18 مهر. هنوز علت دقیق مرگ وی اعلام نشده است. آیدا رستمی اهل تهران پزشک مردمی که در حال کمک به مجروحین در خانه های شانشناسایی و روبوده شد سپس در روز 21 آذر در زیر شکنجه به قصر رسید. جسد او در حالی تحویل گرفته شد که نصف صورت له شده و دستش شکسته و چشمش تخلیه شده بود. دنیا فرهادی 22 ساله اهل ایزده زیر شکنجه ماموران امنیتی تاریخ شهادت 24 آذر. جسد او در ساحل رود کارون پیدا شد. سمیرا ابراهیمی 25 ساله بلاگر اهل کرمان و مادر یک نوزاد 8 ماهه وی به دلیل استوری کردن فراخوان‌های قیام روز یکشنبه 20 آذر دستگیر شده و 22 آذر زیر شکنجه کشته شد و مخفیانه دفن شد. ندا بیات اهل زنجان زیر شکنجه ماموران امنیتی تاریخ شهادت 5 آذر. مریم اسماعیل زاده 39 ساله اهل تهران بر اثر شلیک در تاریخ 24 آذر ماه 1401. نرگس خرمی فرد اهل مشهد وکیل دادگستری تاریخ شهادت آبان ماه 1401. بهار خورشیدی 23 ساله اهل رباط‌کریم پرتاب از بلندی تاریخ شهادت 31 شهریور ماه 1401. حین نصب تراکه تعقیب شده او را از پنجره به پایین پرتاب کردند. کیمیا مقدسی 20 ساله اهل تهران بر اثر شلیک تاریخ شهادت 10 دی ماه 1401. مزارش در بهشت زهرا دفن شده. ستایش شریفی نیا 16 ساله اهل کردکوی در اثر شکنجه تاریخ شهادت 23 دی 1401. زهرا میکائیلی 19 ساله اهل تبریز بر اثر شکنجه تاریخ شهادت اسفند ماه 1401. وی در شهریور ماه 1401 در تظاهرات دستگیر شد و بعداً جنازه‌اش در بندرعباس پیدا شد. زربیبی اسماعیل زهی 60 ساله بر اثر شلیک تاریخ شهادت اول اسفند ماه 1401. وی مادر چند فرزند و از مجروحان جمعه خونین زاهدان بود که پس از تحمل 5 ماه درد و رنج
ناشی از جراحت گلوله جانباخت. مریم و سادات آروین اهل عزیز. مصخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. محبت بفرمایید در 2 دقیقه جمع بندی کنید. زمان ما تموم شد برای سخنرانی شما. بله حتما انتهای سخنرانی هست. مرسی. مریم و سادات آروین اهل کرمان، تاریخ شهادت 19 بهمن 1401، بعد از آزادی از زندان به صورت ناگهانی فوت کرد. با امید به آزادی تمامی زندانیان بیگناه. مرسی از اینکه سخنرانی من رو گوش کردیم. من کره هم کنم. ممنونم خانم اسماعیلی عزیز، خسته نباشید میگم بهتون و واقعا جای تاسف داره این آماری که گزارش دادید شما. البته بسیار خوب هست که همچنان ما بشنویم و تکرار بشه برای ما که بدونیم که چه اتفاقی افتاده و فراموش نکنیم در واقع این زمانی که گذشته و بلایی که سر مردم عزیز کشورمون اومده، ظلمی که بهشون شده و اتفاقاتی که در سخنرانی خانم اسماعیلی مطرح شد در مورد مخصوصا زنان در بازداشتگاه ها و زندان ها. همکاران گرامی، اگر که در مورد سخنرانی بانو اسماعیلی عزیز تصمیم به مشارکت دارید، لطفا با علامت دست من رو راهنمایی بفرمایید. بسیار خوب، خیلی ممنونم از تمام سخنرانان عزیز و موضوعاتی که سخنرانی کردید در این جلسه. به بخش در واقع پایانی جلسه‌مون که بحث آزاد هست میرسیم با موضوع حق امنیت اجتماعی. من یه مقدمه ای رو در چند دقیقه برای شما از حق امنیت اجتماعی میگم و بعد از اون خوشحال میشم که شما عزیزان در مورد این بحث نظرات خودتون رو عنوان کنید. خب در واقع ما حق امنیتی و امنیت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی در نظر میگیریم که یه مسئله بسیار مهمه، هم سیاسی هم اجتماعی هست در جامعه و جوامع بین المللی و جایگاه حقوق هم برای در واقع حل موفقیت آمیز مسائل مهم حالا دولتی یا حکومتی که در واقع نیاز به امنیت اجتماعی هستش، حفظ نظم و توزیع عادلانه منابع است که خیلی مهم و حیاتیه و نقش بسیار مهمی حتی در واقع اون منازعات اجتماعی ایفا کرده. در میتونیم بگیم رعایت حقوق شهروندی بسته به شناسایی این حقوق تو جامعه است و اینکه چجور بهش عمل بشه و اینکه نحوه ضمانت اجرایی اونها چیست، که اینا خودش یه عامل مهمه برای هم رشد شخصیت فردی و هم اجتماعی. در واقع بر اساس وجود نظم و امنیت اجتماعی هستش که به افراد اجازه دخالت آگاهانه تو سرنوشت خودشون داده میشه و این منجر به احقاق حقوق خودشون میشه، در واقع ساخت زندگی بهتر برای خودشون و بقیه اعضای جامعه میشه. یعنی هرچی میزان آگاهی افراد از حقوقشون و تعهدشون و همطور فعال شدن اونو در جامعه بیشتر بشه، میزان تحقق شهروندی و ارتقای مشارکت اونها در ارتقای مشارکت اونها نقش موثری داره. پس در واقع برای اینکه شهروندان ارتقای مشارکت داشته باشن تو نقششون، پس باید حقوق خودشون رو خوب بشناسن. اما اگر بخوام که یه تعریفی در واقع از اون موضوع امنیت در واقع بخوام خدمتتون بگم و اون حق شهروندی، 3 تا اصل میتونه مهم باشه که از لحاظ مدنی، سیاسی و اجتماعی که میتونیم این رو در واقع تقسیمش کنیم. در واقع حقوق مدنی برای آزادی شخصی ضروریه و شامل آزادی بیان، عقیده، فکر، حق مالکیت اموال، حق دادرسی یکسان در برابر قانون میشه. حقوق سیاسی شامل مشارکت در قدرت و تصمیم گیری سیاسی یا حق رأی
و حقوق اجتماعی هم به حق طبیعی هر فردی برای بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط میشه، که حالا اینا شامل مزایای بهداشتی، درمانی، تأمین اجتماعی و تعیین حداقل دستمزد هم میشه. یه تعریف از امنیت میشه داشته باشیم که اطمینان خاطریه که بر اساس اون افراد تو جامعه زندگی میکنن نسبت به حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خودشون هیچ ترسی ندارن و میتونن در واقع برای اینکه عواملی باشن که بتونن این هویت رو تهدید کنن، میتونن از سرکوب آزادی بیان تا مداخله در قابلیت‌های اون برای ابراز هویت متغیر باشن. این عوامل که خدمتون عرض کردم ممکنه شامل ممنوعیت به کار بردن زبان، نام‌ها، لباس‌ها، بستن مکان‌های آموزشی، دینی یا تبعید و کشتار اعضای یک جامعه اجتماع باشن، که در واقع مفهوم امنیت معصومیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایته و در مورد افراد به این معنیه که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خودشون نداشته باشن و در واقع اون به هیچ وجه به خاطر این حقوقشون به مخاطره نیفته. اما در واقع یک مسئله هم که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو این قضیه این که هر کدوم از این حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی که خدمتون گفتم، هر کدومش اگر آسیب ببینه میتونه در واقع جامعه ای رو جریحه دار کنه، وجدان اون جامعه رو در واقع بیدار کنه و اتفاقاتی پیش بیاد که حالا ما در ادامه بحث آزادمون به اون میپردازیم. دوستان، من در واقع با توجه به این موضوع یه چند تا مورد رو برای اینکه بخوایم امنیت اجتماعی رو در واقع تو ایران در نظر بگیریم، یه چند تا مورد هست، عواملی که میتونه ایجاد کنه، که دوست دارم که دوستان با توجه به بندهایی که من خدمتون میگم نظر خودتون رو اعلام کنید. اولین موردی که میشه در واقع در موردش صحبت کنیم اعتماد اجتماعی به معنی خوشبینی حالا یا غلبه بر بدبینی و اعتماد به قول معروف خاصگرایانه یا تخریب کننده و کم ارزش، که حالا این نقش بنیادی در اون احساس امنیت داره. ما کشورمون رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، در واقع این مسئله بسیار مسئله مهمی است و متاسفانه اون اعتماد اجتماعی در کشور ما وجود نداره. با توجه به مسائلی که الان پیش اومده، من فکر میکنم که بیشتر میشه در مورد این موضوع صحبت کرد. و موضوعی دوم، میتونیم در مورد پاسخگو بودن نهادهای رسمی در مقابل افکار عمومی و عرصه عمومی صحبت کنیم، که اینو دوباره عرض میکنم خدمتتون، اینا عوامل ایجاد کننده امنیت اجتماعی هستند که ما نداریم. من دارم خدمت شما دوستان اعلام میکنم. مورد بعدی، ارزشمندی انسان به عنوان یک ارزش و ارزشمندی اخلاق و صفات اخلاقی به عنوان یک ارزش تعمیم یافته و فروپاشی نظام اخلاقی و کاهش ارزش آدما و اهمیت یافتن عنصر مصلحت گروهی امنیت اجتماعی رو به تبخش فرو خواهد بود. و مورد بعدی، تامین حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی به ویژه تعیین حدود و مرزهای حقوق فردی و احترام و پایبندی اون از جانب نهادهای رسمی. موارد دیگر رو نگه می‌دارم که حالا توی بخش بعدی صحبت کنیم. اول صحبت
دوستان عزیز رو بشنویم. فکر میکنم خانم ده بزرگی عزیز دستشون اول بالا بود. ما در اختیار شما بفرمایید. سپاسگزارم از این فرصتی که دادین. در مورد حق امنیت اجتماعی اگر که بخوایم عمیق‌تر فکر کنیم یا راجع بهش صحبت بکنیم، ابعاد بسیار گسترده‌ای رو در بر می‌گیره. خب قطعا همونطور که شما فرمودین، مهمترینش کرامت و احترام به اصطلاح انسانی هست که وقتی در یک جامعه تک تک افراد حرفشون شنیده بشه، خواسته و مطالبه شون بدون هیچ ترس از سرکوب، سانسور شنیده بشه، بیان بشه، مطرح بشه، تجزیه و تحلیل بشه، بهش رسیدگی بشه، خب به اون شخص یا اون گروه در هر جامعه‌ای که باشه، اگه خانوادش باشه، مدرسهش باشه، دانشگاه باشه، جامعه بزرگتر، شهر و کشورش باشه، قطعاً یک همونجور که شما فرمودین ارتباط دو طرفه اعتمادی به وجود میاد و خب قطعاً این باعث رشد دو طرف میشه. وقتی که یک نفر از یک موضوعی اعتراض داره، انتقاد داره، مطرح میکنه و این جرأت رو میدونه اگر داشته باشه برای مطرح کردنش، اون آزادی رو داره برای مطرح کردنش، مسلماً شنیده بشه و بهش بازخورد بشه، اون ریاکاری، اون منافق بازی، اون سانسور، اون دروی اصلاً شکل نمیگیره و همون ارزش انسانی و همون کرامت و حرمت انسانی و همون خیشتن خیش انسان واقعا ارزشمند حفظ میشه. خب الان تقریبا ماها همه توی جامعه های دموکرات داریم زندگی میکنیم و این تفاوت رو فاحش داریم در لحظه لحظه زندگیمون اینجا با کشور خودمون میبینیم و مقایسه میکنیم. وقتی که یک مسئولی، یک ارگانی، یک حکومتی، یک دولتی میبایستی اون امنیت رو از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، شغلی، مسکن و در تمام کلیه ابعاد زندگی یک انسان برای اون شهروندانش فراهم بکنه، فراهم نمیکنه. نه تنها فراهم نمیکنه، بلکه با ایجاد رعب و وحشت و به اصطلاح اون سلب آزادی اون افراد در اون جامعه باعث میشه که تمام ارزش های انسانی زیر پا بره. خب مسلماً الان در جامعه مثل ایران وقتی که به یک مسئولی، به یک پلیسی، به یک وزیری، به یک معاونی باید اعتماد بشه و در مورد اون مسئولیت و تعهدی که برای اون در اون جایگاه گماشته شده، قرار داده شده، باید پاسخگو باشه، جوابگو باشه به اون شهروندانش و نیست، خب متاسفانه ما نتیجهش رو در حال حاضر داریم میبینیم که چه جامعه فروپاشیده‌ای توی ایران وجود داره. من دائم یا شما هم همینطور دائم از اطرافیان یا دوستای خارجیمون واقعا میشنویم که ایرانی ها ثروتمندن. من همیشه تعجب میکردم چرا اینا اینقدر اصرار دارن و توی ذهنشون چه تعریفی شده که ایران کشوری ثروتمنده. چند روز پیش پسر من داشت صحبت میکرد تو خونه که خب اینا درس اجتماعی دارن و راجع به کل کشورهای دنیا خیلی موضوع جالبی رو بهشون به اصطلاح درس میدن. اومد مطرح کرد، گفتش که خب ما با توجه به اون منابع به اصطلاح نفتی، گازی، کشاورزی و منابع اقتصادی هر کشوری تو کل دنیا داریم بررسی میکنیم و خب به ترتیب بین کشورهای دنیا میان خب یه فرموله ریاضی انجام میدن و تقسیم بندی میکنن که مثلا ایران دارای چقدر منابع معادن هست، گاز هست، ثروت هست از لحاظ
واقعا اون چیزی که حقیقت داره وجود داره، جنگل ها، دریاها که از نظر به اصطلاح تعاریف اقتصادی میشه راجع بهش شفاف رو کاغذ عدد آورد و خب حساب کرده بودند که و همچی چیزی واقعا هست توی سایت. هر شهروند ایرانی که به طور متوسط 80 تا 85 میلیون نفر جمعیت تو ایران هست، با توجه به اون مقدار منابع گازی یا منابع به اصطلاح ثروت که وجود داره، که هر شهروندی بایستی ماهانه 16,000 دلار درآمد داشته باشه، که من اصلا تعجب کردم. پسر منم همینطور، اصلا 16,000 دلار نه به تومن ایران، اصلا یه عددیه که خب واقعا پس این پولا کجاست، این ثروت کجاست، این منابع کجاست، این امنیت اقتصادی که وجود نداره حالا در حیطه اقتصاد اصلا کی پاسخگو هست؟ و خب در منابع به اصطلاح در قسمت‌های دیگه، بخش‌های دیگه هم بخوایم بررسی بکنیم، حالا این یک مثال بسیار کوچیکی بود ولی بسیار واقعا تأمل برانگیز. در مورد امنیت شغلی، واقعا امنیت تحصیلی، واقعا امنیت فرهنگی، ورزشی، آموزشی، یعنی در هر بخشی ما اگر که بخوایم راجع بهش آنالیز کنیم، تجزیه و تحلیل کنیم، بررسی کنیم، اون چیزی که وجود داره، اون چیزی که آمار هست، اون چیزی که حقیقت هست، بالاخره همه عزیزان ما در ایران دارن زندگی میکنن و کم و بیش باهاشون داره. یک نفر هنرمند مجبور از کتابش، روزنامش، از اون آزادی بیانش امنیت نداره و سانسور میشه. اون شخصی که خب امنیت به اصطلاح مالی و اقتصادی نداره که بخواد یک بیزینسی رو راه بندازه، بخواد یک کاری رو انجام بده، یا اگر کارمند هست یک حقوقی داره که امنیت شغلی و رفاه اجتماعی و زندگیش رو تأمین نمی کنه، این خودش جای سوال هست. در مورد مثلا اکوسیستم، در مورد محیط زیست، در مورد جنگل ها، حتی جانوران، گیاهانی که واقعا جز اقلیم ایران هستن، اینا از نظر زندگی، از نظر به اصطلاح حقوق حیوانات، امنیتی براشون هیچ تعریفی نشده یا هیچ قوانینی اجرا نمیشه، یا اگر اشخاصی هم که بخوان در این راستا عملی انجام بدن یا کاری از پیش ببرن، باز از طرف حکومت و دولت که خودش باید امنیت به اصطلاح اون شهروندانش رو تأمین بکنه و بسترش رو فراهم بکنه، متاسفانه با سرکوب میشه. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که اگر که بخوایم در مورد حق امنیت اجتماعی صحبت بکنیم، واقعا در بخش‌های مختلفی هست که هم از گیاهان، جانوران، خاک، دریاها، شهروندان و انسان‌هایی که در ایران زندگی میکنن، که همه ابعاد و اموراتی که برای یک انسان تعریف میشه، متاسفانه هیچ کدومشون از لحاظ امنیت نمیتونیم هیچ تعریفی براشون بکنیم در حال حاضر. و این مشکلاتی هست و این سختی هایی هست که وجود داره، و وقتی که یک اعتماد نباشه، یک امنیت نباشه، اون ارزش های اخلاقی هم واقعا زیر سوال میره و متاسفانه همچین جوامعی بسیار با بیماری های روانی، بسیار با افسردگی، استراب، بسیار با بزهکاری و به اصطلاح جرم و جنایت به اون سمت و سو کشیده میشن، که خب داریم ببینیم متاسفانه شهروندانی که البته توجیه نیست، ولی وقتی که یک پدری که ناناور خانواده هست یا یک مادری که ناناور خانواده هست، سرپرست خانواده هست و مجبوره برای کوچکترین و اساسی ترین مایحتاج زندگی خودش تنفروشی بکنه، یا اون مرد که پدر خانواده هست مجبوره مثلا دزدی بکنه، و هزاران شاید جرم و جنایت دیگه که هممون سراغ داریم، خب اینا همش برگرفته از عدم ناامنی میاد، که اون ارزش‌های اخلاقی، که اون کرامت انسانی اون فرد، اون شخص از بین میره، زیر سوال میره.
حتی شاید بله، ممنونم خانم ده بزرگ عزیز. ببخشید، عذرخواهی میکنم. لطف کنید دوستان سه دقیقه رو رعایت کنید و صحبت‌های بسیار مفید شما رو اگه اجازه بدید تو بخش بعد دوباره من مایک رو میدم در اختیار شما. ممنونم که ادامه بدید صحبتتون. ممنونم خانم ده بزرگ عزیز. زنده باشید. خانم محمدی، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. با سلام خدمت همه همکاران، من فقط میخواستم اینو بگم که برای اینکه ما بتونیم یک امنیت اجتماعی توی یک کشوری داشته باشیم باید چند دسته از مسائل رو واقعا رعایت بشه که متاسفانه توی ایران هیچ کدوم از این مسائل رعایت نمیشه، مثل احتیاجات مالی که الان به حدی شده که هر خانواده‌ای نمیتونن به نون شبشون هم محتاجن و کار، امنیت کار بسیار ضعیف شده، حتی اونهایی که حقوق کارمندها هم به شدت زیر فقره تا چه برسه به کارگران یا حتی بیکاران که دیگه الان فکر میکنم زندگی غیر قابل تحمل شده. توی ایران همیشه دین توی مرکز بوده و به خاطر همین مسئله متاسفانه خیلی از احتیاجات طبیعی انسان ها زیر سوال رفته. ما به خاطر دین همین اتفاقات چند ماهی که این همه ما کشته دادیم، این همه جوان ها، دخترای ما، مردان واقعا جونشون رو از دست دادن و این همه فردی که الان توی زندان هستن به خاطر حجاب، چیزی که واقعا باید انتخاب هر فرد باشه، توی به خاطر حجاب توی زندان ها هستن، ولی متاسفانه ما میبینیم که وضعیت زندان ها بسیار افتضاح و اسفناکه و به راحتی به خاطر نبود حمایت مالی از طرف بعضی از حالا زندانیان به راحتی فروخته یعنی فروخته میشه به بندهای مالی قسمت مردانی که در قسمت مالی هستن و متاسفانه تجاوزهایی که صورت میگیره حجاب، اگر حجاب مشکل به قول معروف این دولته، چطور توی حکومت، توی جایی که واقعا ما باید امنیت داشته باشیم توی اونجا به این شدت تجاوز میشه به عزیزانمون، به دختران جوان. از طرفی متاسفانه الان واقعا توی ایران ارزش انسانی وجود نداره و این چیزیه که ما واقعا از ریشه، از قانون واقعا از ریشه دگرگونه و نمیدونم در وقتی توی یک کشوری هم حمایت مالی نباشه، حمایت اجتماعی نباشه، واقعا همه چیز زیر سوال میره. امیدوارم روزی برسه که بتونیم برای فردامون، حداقل برای فردامون، نه برای آینده، برنامه‌ریزی داشته باشیم، چه از نظر مالی، چه از نظر امنیت اجتماعی و جانی. مرسی. ممنون خانم محمدی عزیز. هم نظرات شما هم خانم ده بزرگ عزیز بسیار عالی بود. دوستان از اول جلسه تا به الان من فکر می‌کنم موضوعات سخنرانی عزیزان دقیقا مرتبط با موضوع همین امنیت اجتماعی بود، یعنی دقیقا درش گنجونده شده و از متن تمام سخنرانی های دوستان این موضوع کاملا قابل درک و لمس هست، چه از کنوانسیونی که بانده بزرگی ایراد کردن، چه خانم خطی و خانم اسماعیلی راجب بازداشت ها و حالا قربانیان نسل‌کشی. من اینجا یه چند تا بخش در واقع درست کردم، مسائلی که الان میتونیم با توجه به موضوعاتی که امروز راجع به صحبت شد بخوایم نظری داشته باشیم راجع بهش. اول از همه من قضیه حجاب رو میخوام مطرح کنم. مسئله حجاب یه موضوعی که خیلی الان اهمیت پیدا کرده این هست که در سخنرانی چند روز پیش آقای خامنه ای مطرح شد که دیگه مسئله حجاب قضیه شرعی نیست، قضیه سیاسیه، یعنی از این به بعد هر کسی که حجابش رو رعایت نکنه دیگه قضیه این نیست که امر به معروف بشه بهش تذکر بدن نمیدونم اینطوری، نه، این
دقیقا مسئله رفت تو قضیه امنیتی، یعنی عدم حجاب داشتن بانوان ما یعنی مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی ضد نظام بودن و امنیتی بودن، اون برچسبی که بهشون گذاشته میشه. این موضوع بسیار قابل بحث هست و موضوع جریمه‌ای که برای بیهجابی گذاشتن و هر روزه دارن اعلام میکنن که چه قوانین رو دارن تصویب میکنن در مجلس و به حالت کاملا مشخص تهدید داره گفته میشه که دیه یک انسان چه مبلغیه و یک فرد بیهجاب جریمش چقدره. تفاوت بسیار فاحشه، 3 میلیارد بخواد در نظر بگیرم برای بیهجابی بانوان. موردهای دیگه زیاده هست که حالا خدمتون باز هم میگم. اول نظر آقای لطفی رو بشنویم. خدمت شما آقای لطفی گرامی، بفرمایید. ممنون از شما، عرض ادب و احترام و عرض بخیر خدمت همکاران عزیز. قبل از اینکه شما در مورد بحث حجاب صحبت کنید، میخواستم در همین مورد بگم. یکی از مسائلی که امروز در جامعه ما داره به نوعی مخالفت مدنی، بانوان عزیز دارن به واسطه اون یک مبارزه مدنی رو انجام میدن با دولت، همین بحث حجابه. حجابی که در قانون هم درش به نوعی بند قانونی در بارش نداریم، یعنی تمام مسائلی که الان هستش، مثلا نرز میکنم میرن نوشته شده که از پذیرش بانوان بیهجاب معذوریم یا پذیر دادن خدمات به بانوان بیهجاب معذوریم، اینا همه خلاف قانون، یعنی اجازه ای ندارد. اینها همه برمیگرده به همون امنیت اجتماعی. یک بانوی که حالا ما بانوان رو مثال میذاریم، چون مسئله امروز بیشتر به بانوان، حول محور بانوان عزیز داره میگرده، در جامعه ای که دارن زندگی میکنن، کوچکترین امنیتی که باید داشته باشن در داخل خانوادهشون، حتی همین بحث راحت بودن در نوع پوشششونه. ما این فرهنگ سازی رو بیشتر حالا در ذهن مردهامون باید جا بیفته که اجازه بدیم بانوانمون اونطور که تمایل دارن به نوع پوشش، حالا بابت بحث روسری رو اصلا میذاریمش کنار، اصلا بحثش متفاوته، نوع پوششی که دوست دارن، چه طرز لباس پوشیدن، از بابت رنگش، از بابت مدلش، این حدود اختیار رو وقتی بهشون بدیم، آزادی عمل رو بهشون در خانواده بدیم و پشتشون بایستیم و در کنارشون در خیابون قدم بزنیم، هیچ موقع این اجازه رو دیگران نخواهند پیدا کرد که بیان سطح ماسک سرشون بریزن یا به نوعی با تسبیح اونها رو بزنن که بخوان ادب و خطب کنن یا بخوان اونها رو بی‌حرمت کنن، بخوان به اونها چرت بگن یا مزاحمت ایجاد کنن به دلیل نداشتن روسری. ایدگاهشون به این گونه است که خب این خانمی که الان روسری سرش نیست، خب ایشون مشکل داره و باید حتما بحث جنسیتی بهش نگاه میکنن. خب اینا بحث عدالت اجتماعیه و نبودن این امنیت و عدالت اجتماعی که در رابطه با بانوان عزیزمون، من به شخصه میگم ابتدا در داخل خانواده و بعد به بیرون انتقال پیدا کرده، که اینم نشأت گرفته از فرهنگی که خب مدت هاست در ایران ما حاکمه و در خانواده های سنتی ما بیشتری مسئله رو داریم میبینیم. ما مردها وظیفه داریم که در این موضوع بالاخص، در موضوع حجاب و پوشش خانوان، ما که این وریم، عزیزانی که داخل ایران هستند خوشبختانه داریم میبینیم که حمایت میکنن از دخترشون، از همسرشون، و این امنیت رو به اونها القا میکنن که هیچ کس به شما نمیتونه حرف بزنه چون من با شما. خب این فرهنگ خوبیه که امیدوارم نهادینه بشه در بطن جامعه و با یه بازخورد بالا ازش استقبال بشه و این خودش میشه یک شروع حرکت برای اون خاکستر زیر آتیش که دوباره از نو شعله بکشه و این بار دیگه به نوعی تمام کنه قضیه. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. ممنون از شما آقای لطفی گرامی که مشارکت کردید. حالا صحبت شما رو من اگر ادامه شو بخوام به این صورت بگم که این نافرمانی مدنی اگر
ادامه پیدا کنه به همین صورت و بیشتر حمایت بشه از طرف مخصوصا آقایون در مورد بانوان حمایت بشه، شاید موج بعدی در واقع بیش کمتر ما با سرکوب و کشتارهایی که در 6 ماه گذشته روبرو بودیم بشه. من فکر میکنم، البته نظر من هست، امیدوارم هم که این اتفاق به این صورت بیفته و حمایت ها وقتی بیشتر بشه نافرمانی بیشتر بشه. و خیلی خوشحالم از این که میبینم داره این اتفاق میفته، صبر میکنیم حتما این اتفاق خوشایند میفته. اما موارد دیگه هم در این مورد هست که در واقع اون امنیت اجتماعی رو از مردم جامعه ما تا حد خیلی زیادتری گرفته اگر بخوایم مقایسه کنیم نسبت به سالهای گذشته. الان با توجه به همین نافرمانی مدنی که داره صورت میگیره، بسیاری از کسب و کارها، کافه ها، رستوران ها پلم شدن. خب این خودش باعث میشه که در واقع اون معیشت اون افراد به خطر بیفته و در واقع از لحاظ اقتصادی مردم در اون مضیقه قرار بگیرن. همطور که میدونین با توجه به فیلتر کردن حالا اینستاگرام و جای دیگه، خب به حال بسیاری از کسب و کارها هم همین اتفاق براشون افتاد. اما تأثیری که میذاره این در مورد عدم امنیت اجتماعی در جامعه، من فکر میکنم که به مهاجرت زیاد مردم در واقع میرسه. اینکه درصد بسیار زیادی از مردم دارن مهاجرت میکنن، از ایران دارن خارج میشن تحت هر شرایطی، و این بزرگترین دلیلش همین عدم امنیت اجتماعی هست. و اینکه شما هیچ امنیتی رو برای آینده خودتون هم احساس نمی‌کنید، چه از نظر شغلی، چه از نظر تشکیل زندگی، تحصیلی، آموزشی، هر کدوم اینا رو بخوایم در نظر بگیریم. که باز برمیگردم، حالا از این بحث برمیگردم روی موضوع مسمومیت دانش آموزان، که اینا دقیقا اینا مواردی هستن که دارن تاثیر مستقیم میذارن تو این قضیه، که مخصوصا برای مهاجرتی که خدمتون عرض کردم. اما یه نکته آخر رو هم من خدمت دوستان بگم که مسئله دیگه که الان به وجود اومده با توجه به تصمیم گیری که دار میشه، حالا از جمله جایی که اعلام شده تفکیک جنسیتی ادارات در شهرستان خراسان هستش، یعنی برگشتیم به 40 سال پیش دوباره. یه تایمی تغییر کرده بود و دوباره برگشتیم به همون موضوع. خب دوستان اگر که نظرشون رو در مورد امنیت اجتماعی و اینکه چه تأثیراتی عدم امنیت اجتماعی در کشور ما و مردم و جامعه گذاشته تمایل دارن که اعلام کنن، خوشحال میشم بشنوم. و اگر که خانم ده بزرگی عزیز ادامه صحبتتون رو میخواید اعلام کنید الان در خدمت شما باشیم. ممنونم. در ادامه صحبتم همین در مورد واقعا امنیتی بود که میخواستم بگم. وقتی که تو یک جامعه ای همجور که خب سایر دوستان فرمودن اون ارزش و کرامت انسانی حفظ نمیشه و متاسفانه هیچ حس امنیتی وجود نداره به تبعش، خب باعث میشه که جرم و جنایت زیاد بشه و وقتی که جرم و جنایت زیاد بشه به طور زنجیروار طبعا باز خودش باعث ناامنی میشه. همونطور که باز عزیزان گفتن در اصل وقتی یک نفر حالا به دلیل حتی جرمی که مرتکب شده باشه، جرمی که واقعا جرم باشه از نظر حقوق انسانی، نه جرمی که جمهوری اسلامی به اون برچسب جرم میزنه،
یعنی یک بازداشتی یا یک زندانی هم به عنوان یک انسان یا یک هویت بایستی در اون بازداشت حتی از امنیت حقوق خودش برخوردار باشه، که خب متاسفانه میگم در تمام موارد و جزئیاتی که ما بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم در جامعه ایران اصلا کلمه امنیت هیچ معنا نداره متاسفانه. در مورد خب تشکیل خانواده، آینده، تحصیل، در تمام این زمینه ها از اوبر جمهوری اسلامی میاد تبلیغ کودک همسری میکنه، میاد تبلیغ ازدواج میکنه. خب همون جوانهایی هم که به اصطلاح به عنوان کودک نیستن و بزرگسال هستن و بخوان تشکیل یک خانواده بدن، به عنوان بیسیک این خانواده باید خیلی آماده سازی های قبلش انجام بشه و همه اینا مستلزم وجود یک جامعه امن هست که اون فرد همونطور که خانم محمدی فرمودن دقیقا مهمترین و اساسی ترین بنیانش اقتصاد هست. وقتی که یک شخص شاید از تحصیل خوبی نتونسته، شرایط براش فراهم نبوده برخوردار باشه، شرایط براش فراهم نبوده بتونه از یک موقعیت شغلی و درآمدی خوبی برخوردار باشه، واقعا به چه امیدی میتونه تشکیل یک زندگی رو بده؟ میتونه به یک ازدواج فکر کنه؟ میتونه به بچه دار شدن فکر کنه؟ و خب همه اینها نشأت میگیره از اون حس بی‌اعتمادی و ناامنی که و نهایتا متاسفانه ناامیدی که برای انسان به بار میاره. و امیدواریم، واقعا امیدواریم که هر چه زودتر این امنیت که مهمترین و اساسی ترین ارزش هست به انسانها، واقعا به خصوص ایرانیان عزیز در هر کجا باشن، برگرده اون آزادی و واقعا آزادی و حقوق انسانیشون برگرده به دست بیارن و بتونن در کمال آرامش و امنیت از حقوق انسانی و کرامت انسانی واقعی خودشون برخوردار باشن. من بازم سپاسگزاری میکنم از این فرصتی که به من دادین. هستم در خدمتتون. مایک رو ممنون از شما خانم بزرگ عزیز. خب دوستان، من اینجا یک در واقع آماری رو دارم که خیلی جالب بود برای من. اومده بود یه نظرسنجی کرده بودن از لحاظ در واقع گویای سنجش امنیت اجتماعی، که از لحاظ امنیت هویتی، یعنی امنیت اجتماعی رو به سه قسمت تقسیم کرده بودن: امنیت هویتی، امنیت فکری و امنیت جمعی. یه نکته رو من اول صحبت ها گفتم در مورد عدم اعتماد، و اینجا در مورد امنیت اجتماعی از نظر افرادی که گفته شده بوده این بوده که آدم ها الان تو جامعه نمیتونن به کسی اعتماد کنن، به غیر از خودشون به کسی فکر نمی کنن و توی هر تو جامعه هر کسی باید به فکر خودش باشه و سرنوشت دیگران براش مهم نباشه. این یعنی اتفاقی که افتاده توی این نظرسنجی، صحبتایی که شده، و اینکه توی شرایط الان جامعه مردم بیشتر به فکر سوء استفاده از همدیگه هستن و کارهای گروهی و جمعی رو به کارهای فردی ترجیح میدن. بعد مورد دیگه ای اومده در واقع این حق رو، این حقوق شهروندی رو به همه حقوق مدنی سیاسی اجتماعی که خدمتتون گفتم تقسیم کرده، به حقوق مدنی و به آزادی بیان و اندیشه، مذهب، اعتقاد، آزادی قلم، آزادی در تابعیت یا ملیت، آزادی و امنیت فردی و مطبوعات، رسانه و تعاملات و ارتباطات و غیره. حقوق شهروندی رو اومده به حق رأی و حق مشارکت در امور سیاسی، آزادی در عضویت در انجمن و اجتماعات، و حقوق اجتماعی اومده در برابری در فرصت‌ها، حق برخورداری از رفاه، خدمات اجتماعی و حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اشتغال و آموزش بیان کرده. نکته جالبی که می‌خواستم برای شما بگم دوستان این بود که درصد افرادی که راضی بودن از، یعنی از این چیزایی که برای شما خدمتون گفتم،
درصدی که میشه البته بهش پرداخت حدود 46.3% بود که البته از خانوما بودن و متأهل بودن و افراد کم سواد، بی سواد یا سواد دبستانی بودن. اما درصد بیشتر که مخالف بود، یعنی منظورم مخالف نیست، منظورم این که درصدی که نشون میداد که این آمار امنیت اجتماعی چقدر پایین هست، افراد تحصیل کرده جامعه بودن که در واقع این نشون از میزان آگاهی به اون حقوق شهروندیشون بود و مطالبه‌ای که نسبت به حالا اون حقوق سیاسی از دولت و در واقع اجتماع داشتن. خیلی جالب بود این نظرسنجی و نکات مهمی توش بود، اما خب به خاطر اینکه نمیتونم وقت شما دوستان رو بگیرم بیش از این، اینه که به همین اندازه در واقع اکتفا میکنم. اما در پایان جلسه البته من از دوستان بپرسم اگر که تمایل دارن به مشارکت در خدمتشون باشیم، اما اگر که خیر من به یک جمع‌بندی در واقع برسیم. آقای مجیب یزدانی، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. درود خدمت همه عزیزان، خسته نباشید. میگم من در رابطه با یکی از سوالایی که در رابطه با امنیت اجتماعی پرسیدین، یه دونه از بندایی که شما فرمودین راجع به تخریب ارزش اخلاقی کرامت انسانی بود که در واقع من چیزی که خودم دارم، یعنی به این نتیجه رسیدم، میشه مربوط میشه به ماهیت زن ستیزی این رژیم بدزاد که تمام ارزش اخلاقی و کرامت انسانی فقط در راستای منافع حکومتی مذهبی خودش میبینه. در واقع مثلا جوری آدم استنباط میکنه که اینا خودشون مادری نداشتن، یعنی انگار پدرشون اینا رو به دنیا آورده. در حقیقت میخوان حضور زنان، حضور لاینفک که میتونه شکوفایی، باعث شکوفایی جامعه بشن، رو همیشه منکر بشن و سرکوب کنن. ولی توی این دوران آخر ما به شعار خیلی زیبایی رسیدیم از طرف بانوان کشور که قشنگ پیام روشنی رو به خامنه‌ای بچه کش داده، گفتن که هیز توی، هرزه توی، زن آزاده منم. به نظر من این خودش یه جرأت، یه پیشرفت خیلی بزرگیه در راستای این انقلاب 6 ماهه و من افتخار میکنم به بانوان کشور. خواستم اینو باهاتون در میون بذارم. پاینده ایم. ممنون. بسیار عالی آقای یزدانی، سپاس از مشارکت شما. خب پس دوستان در واقع به این نتیجه میرسیم که هر جامعه‌ای خب مهمترین نیاز اجتماعیشون همون امنیتیه که در مورد صحبت کردیم، چیزی که در ایران با بررسی که شد، حالا مطلب خیلی زیاد هست در این مورد. من یکی چند مورد رو میگم. ببینید مثلا اعدام ها، تیراندازی که به چشم مردم شد، مسئله حجاب رو گفتیم، مسئله مهاجرت، مسمومیت دانش آموزان، تورم، فقر، تجاوز داخل زندان ها، تفکیک جنسیتی که گفتیم، عدم ارائه خدمات به افراد بی‌حجاب، پلمب کسب و کارها، راه‌اندازی قانون جریمه‌های سنگین که گذاشتن و موارد بسیار زیادی که هست که بخوایم بهش بپردازیم. اینا مواردی بود که در واقع ما مربوطش کردیم به همون امنیت اجتماعی که نیست و همطور هم که میدونیم که از اساسی ترین نیازهای اجتماع و افراد جامعه باید ازش برخوردار بشن، یعنی حس امنیت داشته باشن، احساس آرامش داشته باشن، اطمینان همه جانبه هم به حالشون داشته باشن هم به آیندهشون داشته باشن، به طوری که نگرانی در واقع نسبت به موردی وجود نداشته باشه.
امنیت و ابعاد مختلف از مهمترین نیازهای انسان در طول دور تاریخ بوده و تا زمانی که حق شهروندی در زمینه امنیت انسان در اجتماع تأمین و تضمین نشده باشه، در واقع تأمین و تضمین سایر حقوق شهروندی هم در واقع کارآمدی لازم برای ساخت یک اجتماع آرام بخش نخواهد داشت و برقراری امنیت در جامعه هم متأثر از رویکردهای موجود در اون جامعه است و به تناسب تحول مفهوم امنیت در طول سالهای قبل و حال صورت گرفته که امروزه یکی از راهکارهای مؤثر و کارآمد برای برخورداری از امنیت و سایر شاخصهای حقوق شهروندی مشارکت فعال دولت و شهروندان در پروسه شهروندسازی هستش. خب عزیزان، من خسته نباشید میگم خدمت تک تک شما. تشکر میکنم از سخنرانان عزیز و تمام دوستانی که تا این لحظه همراه ما در جلسه بودن. من یک بار دیگه دوستانی که در این فراخوان مشارکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. بانو فیروزه دهبزرگی با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی، خانم طاهره خطی با موضوع روز بین المللی قربانیان نسل کشی، خانم آیلار اسماعیلی با موضوع بررسی وضعیت زنان بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی. بنده سمانه بیرجندی هستم، مسئول جلسه در خدمت شما بودم. منشی جلسه سرکار خانم مریم حبیبی، مسئولین ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خواب و آقای فرشاد عربی و ادمین های عزیز خانم روژین سراجی و آقای سینا اشجعی گرامی. دوستان گرامی، ما امروز جلسه‌مون رو در تاریخ 8 آپریل 2023 در ساعت 17:21 به اتمام می‌رسونیم. برای تک تک شما عزیزان روزهای پر از آرامش و سلامتی آرزو دارم و همچنین آرزوی آزادی هرچه سریع‌تر کشورمون ایران و مردممون در وطن. شما رو به خدا می‌سپارم.